بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشتید و اوقات بهتری در انتظارتون هست. امروز چهارشنبه 17 ماه اکتبر سال 2018 میلادی و برابر است با 25 مهر ماه 1397. دیگه حسابی پاییز است. بعد اون شعره یادته، پاییزه پاییزه، نمیدونم برگا میریزه، همه چیز ما شعر بود، زمستون. خب امروز برنامه جالبی براتون دارم. یکی از دوستان همشهری که 15 سال ندیدمش، نه باهاش صحبت کردم و قبلا خیلی با هم کلکل میکردیم، خیلی تو سر و کله هم دیگه میزدیم، ولی با همه اینها خوب بود. با وجودی که گاهی وقتی دوستان بهش میگفتن شاه اللهی، من میگفتم نه آقا، این شاه اللهی نیست، این طرفدار پادشاهیه، با شاه اللهی فرق میکنه. شما به هر کسی نماز میخونه نمیتونید بگید حزب اللهی، دینش مذهبش اینه، باورش اینه، ولی مثل حزب اللهی ها نیست. در صورت امروز ساعت 2:30 با این دوستمون صحبت میکنیم تا ببینیم چی کار میکنن در این 15 سال گذشته. اگر برنامهشون این بوده که از A به Z برسن یا از 1 به 100 برسن، اگه اون زمان 1 بوده امروز کجا هستند؟ والا ما که تغییری ندیدیم، دروغ چرا؟ اگر اون موقع حتی روی زمین بودند و هدفشون این بوده که برن پشت بام، انقدر درجا زدن که الان یکم هم رفتن پایین تر. حالا ببینیم منطق اونها چیه. ساعت 2:30 با ایشون خواهیم بود و توی همین منطقه هم زندگی میکنن، احتمالا شما میشناسینشون و فامیل معروفی هم هستن، در کارهای خیر و اینها هم خیلی خانوادهشون به اصطلاح فامیلشون معروفه. حالا نمیدونم که این دوست ما هم هست توی اون کارهای خیر یا نیست. و اما امروز آقای سهراب چمنارا باشون صحبتی داشتم و ویدیویی رو که دیروز فرستادند قرار است بعد از برنامه خودمون پخش کنیم و تا یک هفته هم 7 مرتبه پخش بشه. ویدیو خیلی جالبیه، اتفاقا دنبال اون صحبتی که گفتم که آخوندها خیلی زبلن و تلویزیونای شهرستانهای دیگر رو قوی کردن، هنرپیشهای شهرستانی رو آوردن، چون همه ایران که تهران نیست و تازه تهرونی هم هیچ کدوم تهرونی نیستن، همه از این ور اون ور اومدن. فکر کنم شهر ری یا شابدالعظیم تهرونی هستن که اون بیچاره اگه چیز باشه روش نمیاد بگی من بچه شابدالعظیم هم یا بچه شهر ری هستم. میگه که آقای سوربی زدی به کار عتیقه، نگو نمیدونم. والا من نمیدونم منظورتون از عتیقه چیه. این دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن رو شما میگید عتیقه، اینا که میگن نه آقا عتیقه چیه، هنوز کشورهایی مثل سوئد و دانمارک و هلند و 4-5 تا کشور مونده، اینم مثل کارت بازی شاهبازی میکنن. انگلستان که بزرگترین و مهمترینشونه شاه نداره، ملکه داره، یعنی توی بازی حکم شاه رو از دست دادن، فعلا ملکه داره، فکر رفتنم نیست تا این حکومت رو یا سلطنت رو، اونا میگن حکومت نمیکنه، سلطنت رو به پسرش که دیگه اصلا قیدشو زد به نوه‌هاش بده. بله دقیقاً ایشون میگه منظور من همین بود. ببین آقای یوسفی، این دوستان وجود دارن، شما که نمیتونید وجود اینها رو به اصطلاح چی میگن انکار کنی، پس باید باشون صحبت کنی، حرفاشون رو گوش کنی، یاد بگیری باشون با منطق صحبت کنی. چجوریه که امروز من با آقای هوشنگ رادخو دوست هستم؟ هوشنگ رادخویی که میبینی یه روز طرفدار فولادوند بوده، یه روز طرفدار رضا پهلوی بوده، امروز فولادوند در رفته فراریه، رضا پهلوی هم بی حاله، هیچ کاری نمیکنه، امروز خودش شده رئیس قبیله، ولی من همون جوری موندم باهاش، چون با منطق باهاش صحبت کردم، چون بهش احترام گذاشتم. شما باید یک کمی اینجوری رفتار کنید و اگه اون روز من یه چیزایی که شما می نوشتید نخوندم،
برای اینی که چیزایی که می نوشتید خیلی تند بود و برای دوستی که آقای مینوی خودش میگه، میگه الان من 80 سال تقریبا سن دارم و نباید این کار رو انجام بدیم. آقای شبستری ممنونم از شما، ایشون میگه که شما روی برنامه یوتیوب هم زنده هستید. خیلی خوبه که بعضیا بیان به آدم بگن که زنده هستی، چون ما داریم دوستان زنده که واقعا زنده نیستن. ای کاش رومون میشد به اونا بگیم آقا مردی خودت خبر نداری. این آقای شبستری توی این منطقه خیلی سالها پیشتر از ما فعال بوده و برنامه‌های هنری و اجتماعی اصلا تو کارهای سیاسی نیست، نظرات خودشو داره ولی میدونه که سیاست چیز کثیفیه. و داشتم برنامه دکتر هولاکویی رو گوش میدادم، میگه اونایی که میافتن تو این لجنزار، حالا اون منظورش به خانواده‌های بد بود، ما سیاست رو میگیم، وقتی میخوان ازش بیرون بیان چون دارن دست و پا میزنن، این لجنها به این ور و ور هم پرت میشه. شبستری چند قدم از ما جلوتر بوده، اصلا توی این لجنزار سیاست خودش رو وارد نکرده و پاک و منزه مونده. یکی از کارهایی که توی این منطقه انجام میداد برنامه‌های هالووین یا این شب بالماسکه بود. خودش هم خیلی وارده توی این کار، اصلا قهار استاد، لباسایی که میپوشه، اون شکل چینیزا رو که در میاره، یا اون نقش پادشاه ها که نه، نقش چیزای آمریکایی رو، یا لباسای دیدید این لباسای نمیدونم کلونیال بهش میگن چی میگن، در صورت نمیدونم این ما هم برنامه دارن یا نه. بله اولش آقای شبستری نوشته بوده که I don't see it live on YouTube، بعد نوشته Are you live on YouTube؟ چرا باید باشم عزیزم، بیا کلیدش هم زدیم، استارت هم زدیم، الان اینجا فقط استاپ هست. بذارید من یه لینکی دارم برای لایو، اینو به شماها میدم، شماها نگهش دارید، یه جایی یه وقتی به کارتون میخوره. و این لینک لایو بذارید اول خودم اینجا بزنم بگم حالا میخوام به شما بدم ببینیم اصلا این لایو هست یا نه. این مونتاژ بود که بعد رفت. چرا آقای مینوی داره اونجا پخش میشه؟ راست میگه ها، این یوتیوب یه کمی ادفار میریزه. یوتیوب باید ما از اینجا که استاپ میکنیم اونم اونجا استاپ کنه. وقتی از اینجا استارت میکنیم، حالا من با یادم باشه دفعات دیگه یه 5 دقیقه قبلش استاپ کنم. بله تا ببینم چی میشه. این دوستون میگه آقای صبحی از جلسه رضا پهلوی با رهبران حزب دموکرات و کومله، یعنی حجری در دفتر نوزار اطلاع دارید که منجر به حرف و حدیث هایی شده؟ نه خبر ندارم، خبر ندارم. آقای شبستری میگه دیدی گفتم. بذارید من یک ریفرشی بزنم ببینم عوض میشه. این مونتاژ بود که بعد شما درست میگی، چیز کرد میخواست مثلا زیر پای آقای رضا خالی کنه. بذار یه استاپش کنم، دوباره استارتش کنم ببینم چی میشه. یه استاپ اینجا، بعد حالا حرکت از نو بزنیم ببینیم اینجا استاپ شده یا نه. این عجب ماجرایی، عجب. بود که بعد آقای مینوی ول نمی‌کنه. خیلی جالبه. نخه حالا من استارت کنم ببینم میشه یا نه، چون مخصوصا این برنامه دوستمون رو مایل هستیم که از یوتیوب هم پخش بشه. البته اگر پخش نشه باز ما اینجا با اون انکودر اصلی که داریم از سال 2003 تا حالا، و این کودر هم مال سال 2003، یادم اون وقتا 4-5 هزار دلار این آقای شهرام همایون بین اون میفروخت این رو، و نمیدونم دیگه چه میشود کرد. ولی خوبه که دوستانی مثل آقای شبستری میدونن که اگه تو یوتیوب نبود یه سر میزنه توی فیسبوک، اینجا پیداش میکنه و الا آخر. و روی تلفن هم دوستان باید صدای ما رو داشته باشید که شمارش هست 605، بذارید اینجا بنویسم 605-475-58-83. یکی از دوستان گفت آقای سوربی خیلی من ممنونم که این کار رو انجام دادی، چون قبلا با فیسبوک و یوتیوب میگرفتم و در حال رانندگی چه بخوام چه نخوام
نگاه میکردم ببینم مثلا حالا شما حالت خوشحالی عصبانی از اینها، ولی الان با این تلفن چون میدونم صدا هست دیگه به اصطلاح حواسم پرت نمیشه. دوستان در حین رانندگی به هر کسی که دوست دارید ایمان دارید تکس نکنید، فیلم تماشا نکنید. اون وقتا یادمه اگر یه ماشین داشتی یه تلویزیون داخلش بود، تلویزیون از راننده جلوتر بود به راننده تیکت میدادن، ولی امروز هممون دو سه تا از این تلفن ها آویزون کردیم این ور اونور، همه تلفن ها هم مانیتور هستن، تلویزیون هستن، فیس تایم هستن، اینستاگرام هستن، اون یکی دیگه چی چیه نمیدونم، فیلم عکس میفرسته بعد از دو دقیقه یا یه دقیقه از بین میره. در هر صورت این هم از این ماجرا. بازم ممنونم از آقای شبستری. آقای شبستری اگه برنامه داری برای هالووین یا جشن بالماسکه بنویس اینجا کی هست کجا هست تا ما هم بیایم هم با جنها آشنا بشیم، هم اگر جنی در وجودمونه جن ما هم بره با اون جنهای دیگر خوش باشه. خب اینم از این برنامه های دکتر هلاکویی داشتم میگفتم. یکی از ویدیوهاشون که دیروز بازی دوستی برای من فرستاده بود گفت آقا نگاه کن شما به کمپوزیسیون میپری که کمپوزیسیون چرا به مردم میگه دلار بخرین یا یه چیزایی رو بخرین تو خونه احتکار کنید و اینها. ببین مردم ایران پولدارن. گفتیم خب گوش بدیم ببینیم چیه. یه آقای 52 ساله ای زنگ زد به آقای دکتر فرهنگ هلاکویی که آقای هلاکویی من بله میگه که نیکس شب دور همی فرایدی نوامبر 9 from 7 until 10:30 thanks for showing interest hope to see you again. این کاری به بالماسکه داره، این که وقت میشه دیرتر نه چون تو اکتبر باید باشه. شبای دور همی دوستان خیلی خوبه، اون در این هفته فکر کنم اگه ما یکم دیرتر رفته بودیم جاگیرمون نمیمد، و این هم یه دلیل دیگری که حتما زنگ بزنید تیکت بگیرید یا خودتون روی خط تیکت بگیرید، چون این دوستان واقعا چقدر زحمت کشیده بودن. من به همسرم گفتم که بابا همین که این سبزی ها رو نمیدونم تربچه و به قول ما شیرازی ها تربیزه و سبزی و پنیر رو بپیچن تو این بسته بندی، همین که این نونا رو قشنگ اینجوری کات کنن برای تلیت هم انقدر دیگه بابا تنبلمون نکنید، نون تلیت هم جدا گذاشته بودن آبگوشت هم دادن خوردیم، عجب آبگوشت خوبی بود. تا دو روز این ور اون ور راجع به این آبگوشت اینا صحبت میکنه. اتفاقا دیروز تهران پست رو من گرفتم، بالاش نوشته بود که دوستان در مهمانی های ایرانی با هم صحبت کنید، چون یک دلار در بین کوریا بین 7 یا 8 تا 20 هرچی دلشون میخواد مینویسن میچرخه، ولی بین ما ایرانی ها 1 تا 2. اولا یک یعنی چی من نمیدونم. بعد عکس یه دلاری هم نذاشته بودن، عکس 100 دلاری گذاشتن. حالا سعی میکنم یه بار با یکی از دوستان اون آقای اربانقی که فوت شد رفت، ولی با یکی از دوستان صحبت کنم بگم این آمارا رو شما از کجا میاری، چه وبسایتی هست، چه سازمانی هست که به شما نشون میده ایرانی ها یک دلار بینشون فقط 1 تا 2 دست میچرخه، ولی کره‌ای ها بین 7 اون وقتا میگفتن 5 بین 7 یا 8 تا 20 درصد میچرخه. تو رو خدا نکنید این کارو، والا من دوستان کره‌ای دارم میگه آقا ما یک کامیونیتی بدی هستیم، اینجوری هستیم، اونجوری هستیم. بله تا 4 نفر میان میگه آقا یک کره‌ای هست نمیدونم ماشین از کلیسا میاد برشون میداره میبردشون استخ، فکر نکنید دنیای اونام گلستونه و هی تو سر خودمون بزنیم. در اصلت برگردیم به برنامه دکتر هلاکویی و اینکه ایرانی ها پول دارن و اینها. و این آقای 52 ساله که زنگ زد بود به آقای هلاکویی میگو که آقای هلاکویی با همسرش این طرف ازدواج کرده 22 سال بچه دار نمیشن، و حالا که بچه دار نشدن به اصطلاح تصمیم گرفتن که الان هر دو هم بازنشست هستن و تصمیم گرفتن که بیان برن یک کشور پیشرفته ای مثل کانادا، و حالا نظر آقای هلاکویی رو میخواستن. هلاکویی گفت صبر کنید بابا جون، شما همیشه اینجا میگن که زمین اونوری سبزه یا چمن همسایه سبزه یا از بیرون در باغ بهشت نمیدونم چی اینا رو میگن یا مرغ همسایه قاز، یه چیزای اینجوری داریم تو زبان ما هم داریم، ولی
آقای هولاکویی گفت اولا من به شما قبطه میخورم، من 72 سالمه، الان که تو رادیو دارم صحبت میکنم شبم باید برم توی تلویزیون و بعد این کارو اون جلسه و اون جلسه و اینا، شما 52 سالته تو ایرانی که میگن مردم باید 20 تا کار انجام بدن تا نون شب گیرشون بیاد، شما میگی هم خودت هم همسرت بازنشسته شدی، بعد توی ایرانی که میگن مردم از نمیدونم بی پولی خود فروشی میکنن، شما اینقدر پول داری که میخوای بلند شی بیای بری کانادا و میخوای بری کانادا چیکار کنی؟ خب شما روز چهارم که رسیدی خستت میشه، بعد اینا رو نبین که تو فیلم فرودگاهاشون اینجوری، از فرودگاه که میای بیرون میبینی آقا کوچه خودتون تمیزتر بوده، نمیدونم سوپرمارکت اونجا تمیزتر از اینجا، آدمای اینجا اصلا کسی با کسی کاری نداره فلان نه، و خسته میشی. خلاصه همینجوری که این آقا صحبت میکرد، اون گوینده یا شنونده‌ای که زنگ زده بود، شنونده‌ای که زنگ زده بود تصمیمش عوض شد، گفت نه حالا نمیخوایم همچینم بازنشست باشیم، میایم خودمون یک کمی درس میخونیم، با تکنیک آشنا میکنیم، 10-15 سال اونجا زندگی میکنیم، بعد برمیگردیم. آقای هولاکویی دوباره گفت آقا صبر کن، خب تو یک 52 سالته، 10-15 سال میخوای بیای اینجا درس بخونی، انتظاراتت بالا میره، مدرکت هم بالا میره، برمیگردی ایران میخوای چه کار کنی؟ دیگه اونجا کسی استخدامت نمیکنه، همینجا کسی با این سن و سال استخدامت نمیکنه. خلاصه همون موقع فکر کردم ملت عجب این فیلم ها را که بهشون نشون میدن فکر میکنه الان تا میرسن اینجا یه دفعه این شهرام کی و خواننده‌های دیگه این فیلمایی که درست میکنن، یه پینک کادیلاک میرن کرایه میکنن یا از یک ماشین صافکاری یه جای اجاره میکنن، میان 8 تا دختر اسپانیش میریزن توش، اون بیچاره فکر میکنه الان این وقتی میگه من این ویدیو رو درست میکنم مثلا 70 میلیون ایرانی میبینن. حالا بعضیاشون کاری ندارن، بعضیاشون این ویدیو رو میگیرن بعدن میبرن برای به اصطلاح پورتفولیوی خودشون یا پرونده خودشون برای کارهای دیگه. در هر صورت ایرانی هایی که توی ایران هستید، والا بلا الان اینجا شرایط جوریه که خیلی ها از آمریکا دارن میرن کشورهای دیگه. برید خودتون تایپ کنید بزنید، از موقعی که این ترامپ اومده اولا مکزیکی ها از اینجا دارن برمیگردن ایران، برمیگردن مکزیک. تعداد مکزیکی هایی که میره مکزیک بیشتر از مکزیکی هایی هست که میاد، یعنی این مردی که کاری کرده که همه میگن آقا ولمون کن تو سرشون بخوره، بذار خودشون برن چمن خودشونو بزنن. خلاص برگردیم به باز ماجرای ایران و اینجا، به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است، ما باید بیایم از یه جایی شروع کنیم این کارهای داوطلبانه، این کارهای اطلاع رسانی، آگاهی دهنده، اینها رو زیاد کنیم. درباره آگاهی و اینا یه خانمی از ایران چند بار تماس گرفتن و من بهشون گفتم من معمولا وقتی تلویزیون برنامه ندارم دارم روی ویدیو و توی استودیو برای این اون کار میکنم، بالاخره ما باید دنبال نون و پنیر یا نون و بوغلمون و اینها باشیم. و شما دوستان وقتی زنگ میزنید دیگه به من نگید تماس گرفتم شما نبودید، مثل این خانم که خیلی قشنگ اسمشو گفته، پیامشو گذاشته، حتی توی مسیج دیگه شمارش هم گذاشته، ولی من گفتم من شماره رو احتیاج ندارم، اگر زمانی احتیاج شد با شما صحبت کنیم باز به شما میگم، شما تماس بگیرید و با هم صحبت کنیم. بشنویم پیام این خانم از ایران و شما هم میتونید نظر بدید. ایشون درباره خانم معصومه علی نژاد که اینجا خودش رو به عنوان مسیح علی نژاد معرفی کرده صحبت میکنه، نظر شما چی هست؟ بفرمایید خانم آذر خانم از ایران زیبا. الو، درود استادی، بنده آذر هستم، از ایران تماس میگیرم. واقعا درود به شرفتون که با آگاهی مردم راه عبور از این رژیم رو هموار میکنید. آقای استاد، من به عنوان یک نماینده از نسل جوان و در مسیر براندازی به نظرم خیلی بهتر هستش که برای ما رفع ابهام صورت بگیره تا بتونیم درست عمل کنیم. الان برای من واقعا جای سواله که چرا افرادی مثل مسیح علی نژاد که ادعا میکنن در حمایت از خانم‌ها دارن تلاش میکنن و در راه آزادی زن با رژیم دارن مثلا مقابله میکنن، ببینی الان دو مسئله میشه. ببینی الان این دخترانی که به خاطر عملکرد این خانوم الان تو زندانن
ببینید یاسمن 6 ماه، اون یکی دختر 1 سال، همه تو فضای مجازی هست. خب ببینید بهای اینها رو دخترها دارن میدن. و یه نکته دیگه اینه که چرا الان خانم علی نژاد داره از بهایی ها حمایت میکنه؟ ببینید تحقیقاتی که من خودم کردم این بود که تو آیین بهاییت خانم ها در ایام عادت ماهیانه میبرنشون تو پستری نقطه خونه نگه میدارن. حالا نمیدونم چرا، من چون دوست داشتم خودم تحقیق کنم این رو متوجه شدم. حالا قدیم انگار اوضاعش خیلی بدتر بوده که من بهتر میدونم که اصلا در این باره صحبت نکنم، چون احساس میکنم خودم به عنوان یک خانم تحقیر میشم. و حالا وقتی یکی مثل خانم علی نژاد میاد با حمایت خانوم ها معروف میشه، چرا داره اینجوری عمل میکنه؟ چرا داره مثلا از فرقه بهاییت حمایت میکنه که انگار زیاد به زن اهمیت نمیده؟ ببین من خودم دم 2 تا پست پشت سر هم گذاشته بود از مثلا بهایی ها حمایت کرده. ببین من فکر میکنم این خانوم یا نمیدونه یا داره مثلا ذات خودش رو نشون میده. واقعا از بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادیم سپاسگزارم. خوشحال میشم که نظر شما رو به عنوان کسی که دستی بر آتش داره بدونم. ممنون هستم از شما، خدا نگهدارتون، به امید آزادی. بله من فکر میکنم همش سر این ماجراست، پول. شما نگاه کنید وقتی که این دوستان بهایی پول میدن، آقای میبودی رو دعوت میکنن، دیگران رو دعوت میکنن، اونها هم میرن شیکاگو وای میسن، هی صحبت میکنن که چه ظلمهایی بر بهایی ها رفته و اینها چه آدم های خوبی هستن و الی آخر. در صورت که من بارها گفتم اگر شما بگید ایران باید آزاد باشه، مردم ایران باید آزاد باشه، اون وقت شما هم جز اون مردم هستین و به قول آقای دکتر جلیل بهار تافته جدا بافته نیستید. این دوستمون نوشته که پس میفرمایید کسی مبارزه نکند چون میره زندان. نه آقای یزدی، شما برو مبارزه کن، شما برو مبارزه کن. کی گفته شما مبارزه نکنی؟ اتفاقا شما برو مبارزه کن، وقتی هم رفتی زندان ما هم برات اینجا آگهی میدیم. آقا شما نمیتونی مثل آقای گلن ترشیزی، مثل آقای فیلابی، مثل دیگران بچه های مردم، خانواده های دیگران رو بفرسی جلو توپ تانک مسلسل ولی خودت بچه ها نری اونجا. ایشون میگه دیگران رو تشویق نکنید، خودتون اول را بیفتین برید. کسی به کسی نمیتونه بگه نری، کسی هم به کسی نباید بگه بری. اینا نشستن هی به اینو میگن شما برین برین جلو توپ تانک مسلسل ایران آزاد میشه. خانم شما که از 17 18 سالگی تو دست پای این آخوندا بودی، دوره خاتمی برید نگاه کنید این خانم مسیح علی نژاد. آخر بعضی از شما مشکلتون اینه که اینا رو نمیشناسید، چه جانورانی هستن، به کجای آخوندا آویزون شدن، همچین که اومدن بیرون رنگ عوض کردن. اشکال ما اینه که سابقه اینا رو نداریم، چون سابقه شون نداریم یه مقداری نظر دادن و به اصطلاح صحبت کردن اون تحت تأثیر همون لحظه‌ای که یه ویدیو دیدیم از ایشون. خب مثلا شما بله میگه معصومه علی نژاد داره میبینه، داره میبینه میچله، اونم میچلونه، آها میچله چلوندن، بله دقیقا همینه، میبینه این حرفو که میزنه بهایی‌ها دعوتش میکنن، برنامه براش میگیرن، پول بهش میدن، اگه میگن نمیدیم دروغ میگن. پول خانم، خانم آذر خانم. ولی باز شما اگه خواستی صحبت کنی الان که دیگه این روش رو به وسیله تلفن و میبینید که صدا هم از ایران هم شما تماس گرفتید، صدا خیلی قشنگ 3 دقیقه ضبط میشه، اگرم بیشتر بود یک موردی بود خواستین صحبت کنین بیاین، چون شماها اگه بیاین صحبت کنید اون وقت میشه بحث مجالس، بحث تلویزیون ها که طرف بگه خانم اگه شما یه دختر، یه خانم هنرپیشه‌ای هم بود گفته بود که خانم مسیح علی نژاد شما که به دختر من میگی برو، خب تو که میدونی دختر منو میگیرن، چرا دختر منو میدی تحویل زندان، خودت بیا.
جواب اونا رو آقای بابک یزدی بده ببینیم چی هست. نوشته خانم علی نژاد اون وقت که از رژیم حمایت میکرد بهتر بود، خب حالا که علیه رژیم نیست. آقا دروغ میگن اینا، اینا علیه رژیم نیستن، اینها اون موقعی که با رژیم بودن به یه نوع سو استفاده کردن، الان اینا حزب بادن، اینا نونو به نرخ روز میخورن. بعد شما میگی که ببین برگشته، کجاش برگشته؟ اگه برگشته وایس اونجا مبارزه کنه. مگه به مردم داخل ایران نمیگه برید مبارزه کنید؟ مگه قبول نداره که مبارزه اثر میکنه؟ اونجا اثر میکنه، کارم بلده، آشنایی هم داره. تازه این اگه زندان بیفته 100 تا بلنگو اسمشو میارن، ولی خواهر شما دختر اون یکی اگه زندان بیفته کسی اصلا میشناستش؟ اینا دارن نونو به نرخ روز میخورن. دیروز آخوند، امروز ریچارد پر، فردا بهایا، پس فردا این. ساعت 2:28 دقیقه است. اجازه بدید که صحبت کنیم با آقایی که بهتون گفتم سالها بود من ایشون رو ندیده بودم. اون روز در حین برنامه یه دفعه دیدم این حسین آقای خودمون آمد و گفتم من فکر کردم اصلا شما رفتی. بعضی ها میدونید دلخورده چی میشن، سرخورده میشن یا دلخور میشن از این ماجرای سیاسی، میرن. یه دوستی داشتیم ناصر، سالها رفت و یه دفعه اومد، گفتم هنوزم طرفدار پادشاهی هستی؟ گفت نه آقا، من اون موقع احمق بودم نمیفهمیدم. گفتم خب حالا میفهمی. بله، مجید آقا می‌نویسه که من در مورد مسیح علی نژاد مشکل دارم باهاش، ولی طبق گفته این خانم، بهاییت چه مشکلی داره؟ گفت دیگه، گفت که بهاییت خانم‌ها رو هنوز در قرن 21 میگن وقتی پریود میشن، وقتی عادت ماهانه دارن، در زیر زمین یا در قسمت فوقانی خونه نگه دارن. خانم ها هنوز نمیتونن در بیت العدل به اصطلاح مقام داشته باشن، خانم ها هنوز نمیتونن در انتخابات شرکت کنن. خوشحالم وقتی شما میگید اینا میشه که باز بشه. ممنون از آذر خانم که اون باعث شد که من پخش کنم، شما صحبت کنی، آقای یزدی صحبت کنه، آقای اکبری صحبت کنه، و به این میگن سربی با مردم. خب من البته خودم از فعالین حزب کمونیست کارگری هستم و 40 سال است علیه رژیم مبارزه میکنم و سرم را هم خواستم. خب من با شما حزب کارگری هم صحبت دارم. سالها پیش اینجا یک سعیدی بود، دکتر سعید صالحی نیا یا صالح پور هم چیزی، و من میگفتم آقا شما همتون میگید کارگر، یک کدومتون نه کارگرید نه پدرتون کارمند بود، کارگر بوده. مثل همین آقای مال کوبا، کی بود دیگه، نه مال کوبا، مال یک کشور دیگه بود، رفته بود برای جنبش کوبا، آقای چه گوارا یا اون خود کاسترو، اینا بچه پولدار بودن. کارگر چی؟ وقتی هم اومدن همه کارگرها رو پدرشون درآوردن. چیز که از گفت آقا اون موقع این فئودال این صاحب کارخونه داشته، حالا ما میگیم مال مردمه، ولی ما میگیریم، ما داریم. بیان جلو با هم صحبت کنیم. آقای بابک یزدی، اگرم یزدی هستی که دیگه چه بهتر، یه تا برنامه برد میذارم که بگی چی. بله، خب هر مذهبی پر از مزخرفات است. مسلمان خوب زیاد داریم ولی اسلام خوب نداریم، مسیحی خوبم زیاد داریم ولی مسیحیت خوب نداریم، کلیمی خوب زیاد داریم ولی دین کلیمی خوبم نداریم. این برای همه است، تازه اسلام از همه اینا اومده. ساعت 2:31 است. اگه ما با این حسین آقا بد قول شدیم تقصیر شما هست. دید 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 یک لحظه. به به، ارتباط برقرار شد. بذارید فقط من تصویر ایشون رو هم به کامپیوتر و سیستممون بدم، و اگر یکم یا سر دوربینتون رو بیاریم پایین، آهان، یا خودتون، خیلی هم عالی. بله، دوستان عزیز با همشهری، نمیدونم هنوزم ایشون همشهری ما هست یا آخه بعضی هم مثلا از شیراز میرفتن تهران، به قم که میرسیدن لهجهشون عوض میشد. بعضی از دوستان اینجا که اومدن اصلا دیگه آمریکایی آمریکایی شدن. ولی خوشحالم من وقتی هم که هنوز شما اینجا نبودیم به دوستان گفتم که این دوست عزیز ما که 15 سال ندیدمش نه باهاش صحبت کردم، یکی از اونایی بود که
نباید بهش بگیم شاه اللهی، باید بگیم طرفدار پادشاهی، چون دیگران رو تحمل میکرد. درست مثل اونایی که بهشون میگیم حزب اللهی، اینا طرفدار دین و مذهب نیستن، اینا زورگو دیکتاتور هستن. و خیلی خوشحالم دوستان عزیز با آقای حسین مشعشع هستیم که من فکر کنم آخرین بار سال 2002-2003 با ایشون صحبت کردم و اون موقع ایشون هوادار آقای رضا پهلوی و به اصطلاح دنبال سیستم. آخه اگه به این دوستان میگیم سلطنت طلب، میگن ما سلطنت طلب نیستیم، ما پادشاهی پارلمانی میخوام. و حالا از خودشون سوال میکنم آقای اجازه بدین من یه توضیح مختصر مفید در مورد بکراند خودم. من سنم 18-19 ساله بود که از ایران خارج شدم در زمان 4-5 ماه بعد از انقلاب. هیچ سمت سیاسی در ایران نداشتم و یه دانشجو بودم، توجه کنید. پس بنابراین لغت شاه اللهی برای کسانیه که واقعا در خواب هم عکسش ها رو میبینن، خوابش ها رو میبینن و هنوز در مغز میپرورونن اون زمان رو. من اونجوری نیستم. من نگاه به خود به همه زوایا از همه زاویه ها نگاه میکنم. آقای مشعشع، من یادمه یکی از تکیه کلامای شما این بود که من ایران رو برای رضا پهلوی نمیخوام، من رضا پهلوی رو برای ایران میخوام. و به همین دلیل من به دوستان گفتم شما و یه دوستی دیگه هم داریم از مریلند، ناصر آقا، کسایی هستن که میشد باهاشون صحبت کرد. یعنی کسایی بودن که آدم میگفت اب نداره بیایم یه ساعت با هم وقت بذاریم، شاید از ایشون من یه چیزی یاد بگیرم، یا شاید منم بتونم بگم که آقا خب 2500 سال به روایتی 7000 سال پادشاهی داشتیم، این چه سیستم خوبی بود که دو دستی دادن به آخوند در رفتن. و چرا شما میخوان یه چیز کهنه ای رو به قول دوستانمون عتیقه ای رو دوباره بیارید؟ عتیقه خوبه برای تو تاخچه باشه نگاش کنی، برای تو موزه باشه، ولی شما ماشین عتیقه رو نمیتونی بیاری بندازی تو جاده و انتظار داشته باشی از ماشین سال 2018 تندتر بره، ترمزش بهتر. شما دارید از سیستم پادشاهی انتقاد میکنی یا شما دارید از من سوال میکنی؟ دوستان بذارید یه چیز دیگه براتون بگم. این آقای مشعشع من جواب بدم. این آقای مشعشع یه جوری در کار وکالت میتونم بگم از وکیلا هم جلوتره و با وجودی که فکر کنم وکالت نخونده ولی میشه بهش بگی قاضی. من ساکت میشم. یه مقداری از خودتون بگید. شما 17-18 ساله بودید که از مملکت آمدید بیرون و امروز دنبال چی هستید؟ میدونم کارهای آموزشی دارید. بله بفرم. در حال من هیچ سمت سیاسی در ایران نداشتم. تحصیلاتم در حد مستر هست در رشته منیجمنت در امریکا از دانشگاه کیس وسترن ریزرو یونیورسیتی. ولی مسئله نیست که واقعا من چه تحصیلاتی دارم و کی بودم و کی هستم. مسئله این است که من چی میخوام بگم. گفتار من هست که به نظر من مهمه. در مورد سیستم پادشاهی من نمیخوام رود درازی کنم یا به هر حال صحبت رو به درازا بکشونم، ولی اون سیستم رو که دیگران نگاه بهش میکنن من قبول ندارم. سیستمی که رضا پهلوی بهش نگاه میکنه من قبول دارم. چرا؟ برای که ایشون طی این سالها واقعا تجربه دیده، صحبتاشو که گوش میکنم، طرز فکرشو گوش میدم، من باهاش موافقم. من با طرز فکر رضا پهلوی رو دوست دارم به خاطر طرز فکرش، نه به خاطر که پسر پادشاه قبل بوده یا شاهزاده است. اول به خاطر طرز فکرش، بعد به کارهایی که مادرش کرده در ایران نگاه میکنم. سیستم پادشاهی نه لزوماً کهنه پرستیه، بلکه ممکنه برای بعضی از کشورها احتیاج باشه برای اینکه یک نهادی وجود داشته باشه، ولی نهاد خوب. جمهوری اسلامی هم یک سیستم پادشاهی در واقع، ولی نهاد بدیه.
چرا بده؟ برمیگردیم روی human rights violation. برای اینکه ما بتونیم اینا رو تجزیه تحلیل کنیم مجبوریم وارد، چون من خودم الان به دوستان و عده‌ای که ما روی اتاقای مجازی هستیم دارم واقعا درس میدم در مورد tolerance and compromise. اصلا tolerance and compromise چه معنی میده؟ یعنی مثلا tolerance یعنی تحمل حرف دیگران، compromise یعنی در یک نقطه در مسائل اساسی با هم compromise کنیم، همیشه در جنگ نباشیم. این چیزی که یونیتی به وجود میاره یا اتحاد. اتحاد بدون این مسائل، اصلا کلمه اتحاد بدون این tolerance و compromise بی معنیه. باید وقتی ما میتونیم معنی به اتحاد بدیم که ببینیم بر چه اساس پایه‌گذاری شده و چه قوانین اتحاد داره یا این یونیتی بین مردم ایران. خب ما میتونیم بگیم که در اتحادی هم وجود داشت در زمان خمینی اعلام کرد همه باید مسلمان باشن، همه باید حزب اللهی باشن، همه باید فلان باشن. خب این چه معنی داشت برای ملت؟ آیا معنی حقوق بشر داشت؟ آیا معنی اقتصادی داشت؟ آیا معنی اجتماعی داشت؟ آیا چه معنی برای زندگی یک ایرانی داره؟ حالا فرض کنین که اینا تمام این معذرت میخوام اسلام یا مسیحیت رو یا مسیحیت یا هر دینی جهود تمام دنیا صادر کنه، همه مسلمان بشن، بعدش خب آقای مشرشد دوستان چون روی فیسبوک هستن شروع کردن سوال کردن و شما یه چند تا نکته رو گفتید که خود منم برام سوالاتی پیدا شد، چون به نظر من ضد و نقیض بود. از یه طرف میگید که در بعضی از کشورها باید یا بهتره که حکومت سلطنت باشه، البته سلطنتی که نهادش خوب باشه، چون یه جورایی این آخوندا هم جمهوری نیستن، سلطنت هستن، ولی اینها سلطنت نهاد بد هستن که خود این منو گیج کرده. تا اینجا صبر کنید. آقای مجید نوروزی که ایشون آمریکا هستن میپرسن که شما از طرز فکر رضا پهلوی که فرمودید بگید ببینیم که طرز فکر ایشون چیه، چون خود آقای رضا پهلوی یه جورایی الان همه میگن که آقا، یعنی اونایی که طرفدار پادشاهی بودن اصلا اینو ول کردن، میگن این آقا یه جورایی جمهوری خواه هست و وقتی میگه اگه مردم رای بدن من اینطور نیست. بله. اینطور نیست. خب. بارها از طرز فکر آقای رضا پهلوی برای ما بگید. ببینید چرا موافقم با طرز فکر ایشون. ایشون یه شخص آزاده است، وقتی حرف میزنه میگه با جان من پادشاه نیستم الان، حق داره، من رئیس جمهور نیستم الان، حق داره، با سیستم وجود بیاد، با رفراندومی وجود بیاد، دیگه از این آزاده تر، از این دموکرات تر من و لیبرال تر من نیدم. خب این همین اولش اشکال داره، کسی که رفته قسم خورده که من پادشاهم بعد میگه من پادشاه نیستم. مثل اینکه شما یه نفر رو اجازه بدید بذارید گفت و شنود باشه. مثل اینکه شما یه نفر رو استخدام کنید بنویسه که من اینجا مثلا منیجر شرکت شما هستم، بعد فردا که شما بهش گفتید آقا این چه نوع منیجمنتیه، بگه من که منیجر نیستم. خب اصلا شما میمونی میگه این کیه پس؟ در واقع ایشون در سن 15 سالگی نه 21 سالش بود در مصر سوگند یاد کرد. بر فرض اگه 15 سالش هم بوده ما پادشاهانی داشتیم در همین سیستم پادشاهی که شما میگید نهاد خود. اون معذرت میخوام قابل قبول نیست. اون پادشاهان که در مثل احمد شاه فلان اصلا اینا عقلشون نمیرسه به پادشاهی چیه، پادشاهی پارلمانی چیه، سیستم سیاسی چجوری برگزار میشه. شما نباید اونا رو قدیم و مقایسه کنید با جدید. باید همونطور که رضا پهلوی گفت، باید زمان عوض شده، باید ما با زمان پیش بریم. ما نمیتونیم مسائل گذشته رو همجور تو مغز داشته باشیم، باید یک ایشیوی جدید بیاریم پیش، باید یک سازماندهی جدید بکنیم، باید یک اگر کار نکرده به قول رضا پهلوی میگه باید اونهایی که کاردان هستن بیان بگن ما چه کار کنیم. نباید ما خودمون فورس کنیم که من پادشاهم یا من خمینی رهبر شما، هیچ فرق نمی کنه.
خب الان شما از طرز فکر آقا رضا پهلوی که خوشتون میاد، ایشون چی میگه؟ میگه باید نه تصمیم میگیرن. حسین جان بذارید، منم با این مسئله موافقم. مثل کجا کجای دنیا شما دیدید بعد از اینکه یه نفر اومد به قدرت رسید رفراندوم کنه، رفراندوماش میشه یا رفراندوم مصدق که صندوقا رو صندوق نه رو میذاره این ور، آره رو میذاره اون ور، یا میشه رفراندوم جمهوری اسلامی 12 فروردین 1358 که نتیجهش رو دیدیم. کدوم کشور شما دیدید که آمدند و حکومتی رو ساقط کردند، بعد تو اون کشور چنان آرامشی بود که مردم گفتن بفرمایین حالا این 10 نوع مثلا حکومت شما کدومش رو میخواین؟ و یونایتد نیشن هم رفت اونجا به اصطلاح نظارت کرد و انتخابات برقرار شد و نتیجه انتخابات هم یه چیزی بود که همه راضی بودن. به ما بگید کدوم کشور؟ جناب سوربی، همونطور که گفتم قبلا هم بازم میگم که دنیا در حال تکامله، در حال پیشروه. هیچ وقت شما نمیتونید نمونه با قبل تاریخ رو بیارید بگه مثلا انسان ها در اون زمان ها چندم با نیزه شکار میکردن و ما با تفنگ شکار میکردن، یا چرا اونا با نیزه شکار میکردن چرا ما با تفنگ، یا توپ و تفنگ داریم یا هواپیما داریم پرواز میکنیم اونا نمیتونستن پرواز کنن. اینا نمیتونه، این تشابهات وجود نداره. ما میخوایم یه دنیای جدید بسازیم جناب سوری. خب برای ساختن یه دنیا برای جدید، باید یه برنامه داشته باشید. برنامه بلی. ایشون چی؟ الان شما 20 سال ببینید، من شما رو 15 ساله که ارتباطمون قطع شده، ولی قبلش 4-5 سال میشناختم که فعال بودید. اگر شما 20 سال دنبال یه شخصیتی هستید، اول شما باید ببینید که من طرز فکرم چیه. اوکی. بعد بگین طرز فکرم بد یا خوبه، طرز فکر شخصی خودم. شما فقط در مورد شاهزاده صحبت می‌کنید، یعنی نباید تک کلام فقط شاهزاده باشه. نه، من میخوام از شما سوال کنم، شما وقتی یه هدفی دارید، اتفاقا قبل از اینکه شما بیان گفتم از دوستمون میپرسم ببینم اگه قرار بوده اینا از 1 به 100 برسن، از A به Z برسن، امروز کجا هستید تا دوستان بیننده و شنونده بگن بله آقا درست میگه، ما سال 1979 این جنبش پادشاهی سلطنت هر چی که اسمشه ما تو مرحله A بودیم، الان رسیدیم مثلا به E, F، حالا G و اینا رو هم پشت سر میذاریم و به زودی به اون Y, X, Z و اینا میرسیم. ولی شما نگاه کنید یه شخصی که شما میگی 15 سالش بوده سوگند خورده که اشتباه میکنید بیشتر بوده، و این با بالاخره 4 نفر دوربرش بودن، خانم پهلوی نایب السلطنه بود دوربرش بود، اون هم اشکال نداره نظر من جواب خب بله. پس من اگه بیام برای شما قسم بخورم من مدیر شرکت شما هستم ولی نیام سر کار، بعد هر جای دیگه هم رفتم بگم من مدیر نیستم، هیچ اشکالی نداره، نه قسم نه سوگند نه تعهد، هیچ اشکالی نداره که زیر پا بذاری. ببینید در یک چیزای سیاسی در یک جا ایجاب میکنه، در یک جا ایجاب میکنه که به هر حال یک موضوع گفته بشه، در یک جا دیگه ایجاب میکنه که چون عوض میشه در حال تکامل. وقتی میگم زندگی ما در حال تکامل، در حال عوض شدنه، ولی چیز مسئله اساسی اینه که ایشون داره چی میگه به ما. میگه بابا جان رهبر رو بین خودتون انتخاب کنید، همش از من رهبریت نخواهید، باید اینجوری باشه، بت پرستی نکنید. این وقتی اینو من میگه و من که خود من یک هیومن رایت اکتیویستم و واقعا این متعلق به سازمان هستم به نام IAP Iranian American Patriots Group که به هر حال سعی میکنیم از هیومن رایت صحبت کنیم، وقتی که میبینم حرفای شاهزاده با این مچ میکنه. خب بذارید ببین حسین جان، ما که با شما سر دعوا نداریم، ما میخوام امروز از شما یاد بگیریم، میخوام سوربی به خودش بگه که من آقا سال 2001 رفتم چندین جنبش حزب فعالای مختلف رو اینجا زیر و رو کردم، بهترینش به نظر من اون زمان جبهه ملی بود، رفتم عضوم نشدم، رفتم چند جلسه شرکت کردم، دیدم ای داد بیداد اینا جدا شدن پشت سر هم حرف میزنن فلان، گفتم آقا نخواستم، به خودم هم گفتم دیگه از امروز عضو هیچ سازمانی
حزبی، گروهی، دسته‌ای نمیشم تا بتونم مستقل باشم و مستقل موندم. ولی امروز از خودم میپرسم، میگم که ای کاش من به حرف حسین مشعشع گوش داده بودم. و این میگه که آقا ما برنامه داریم، ما یه آقایی داریم به نام آقای شاهزاده رضا پهلوی و ما مرام ایشون رو دوست داریم. این مرام شاهزاده در 20 سال گذشته که من و شما هم دیگر رو میشناسیم چه کار کرده؟ پلن چیه؟ برنامه چیه؟ بلوپرینتش چیه؟ شما خودت دیگه هم تو کارهای دادگاه بودی هم تو کارهای به اصطلاح هر کاری که کرده مشخصه. اینجوری که نمیشه که من نمیبینم، من کورم، شما برای من توضیح بده. همه جا رفته سعی کرده به هر حال دولت‌های مختلف رو آگاه کنه از human right violation در ایران، اون چیزایی که ما میخواستیم. ایشون اهل جنگ نیست با ایران، نخواسته از ترامپ، نخواسته که واقعا نامه نوشته و ایشون گفته ما نمیخوایم با ایران جنگی بشه، ما موافق نیستیم، ما ایرانیان امریکن موافق نیستیم با ایران جنگی بشه. چرا ما نمیخوایم آدم مردم ما کشته بشن در جنگ بخاطر هیچی. خیلی ممنون. ما امروز از شما شنیدیم که آقای رضا پهلوی نه خودش طرفدار جنگه و اگر کسی میگه من دنبال روی رضا پهلوی هستم، راه و روشش رو دوست داره، باید از این جنگ افروزی و کشتار ایرانی ها دست برداره و هنوز موشکی ساخته نشده که آخوندار رو بکشه ولی مردم رو نکشه، هنوز تحریمی ساخته نشده که آخوندار رو گشنگی بده ولی مردم بیچاره گشنگی نکشن. من خوشحالم که امروز شما با ما هستید. کنترلی ما روش نداریم. بله. چه کار میتونیم بکنیم؟ اقلا همین که بگیم جا میفته. چون آقای رضا پهلوی توی ویدیویی هم واقعا دیگه خسته شده از طرفدارانش که هر کدوم یک برنامه گذاشتن، هر کسی یه راهی یه چیزی میگه، گفته اگه شما دنبال روی من هستید خب پس ساکت باشید بذارید من حرف بزنم، که اینو من برای آقای زرابی و دیگران فرستادم. ولی اجازه بدید دوستان اینجا دارن چیزایی می‌نویسن. ایشون گفته اگه به من اعتقاد دارین، اگر که میخواین هر کسی یک مسیج یا یک پیغام بی خود نفرسته، همین درسته. چون اگر اینو نمی گفت میشد مثل اعتقاد دارین حرف. ببینید من توی برنامه که با بچهای ایران، چندی از بچهای ایران دارم در این به اصطلاح وبسایت آنلاین به اصطلاح اتاقای مجازی، بله صفحات مجازی، بله بله، در مورد تنها چیزی که من صحبت میکنم tolerance and compromise. برای نه اون دو تا بحث مختلفه. ببینید این کوتاه اومدن و همدیگر فهمیدن اینا، این آقای دکتر طهماسبی هم اینجا عمرش رو گذاشت، میگفت که اول تحمل کنید دیگران حرف بزنن، بعدن تأمل کنید در موردش فکر کنید، بعدن تصمیم بگیرید. و چون ما بعضیا نمیذاریم یکی حرف بزنه همون موقع میخوایم باهاش بجنگیم. ولی دوستان اینجا نوشتن خب آقا شما میگید ایشون اینور اونور رفته، هر جا رفته یا پول بگیره یا چیزی رو گفته که اونای دیگه به اصطلاح دعوتش کردن که این بره از طرف ایرانی ها این حرفو بزنه. منظورشون کشورهای عربیه، منظورشون موقعی که صدام حسین رأس کار بود و یه نفر که به اصطلاح محافظ ایشون بود گفت که دید و بازدیدایی بوده، حتی اون اویسی یه دفعه بهش گفته بود که به این عربا اطمینان نکن، چون برادر اویسی رو صدام که پول داده بود بعدن از بین برد چون کارش عمل نکرد. بعد باز دوستمون نوشته که ایشون چرا دست به دامن عربستان و آمریکا شدن، چرا از مردم سوال نمی‌کنن که از زمین‌ها کمک بگیرن. خیلی حرف قشنگیه. اگر ایشون فکر می‌کنه مشکل بزرگ، من جوابشون همین الان میدم. بفرمایید. مشکل بزرگی که ما تو این 30 ساله اخیر داشتیم که سعی کردیم به اصطلاح، ببینید من اول کاری که کردم وقتی اومدم آمریکا سعی کردم اون چیزایی که به اصطلاح حبیب یا عادات بعدی که در ایران به هر حال به من تجزیه شده در همین انقلاب و فلان اینا، از بدنم بیرون کنم، از سرم بیرون کنم و عادات خوب اینجا رو بپذیرم و عادت بد آمریکایی رو بریزم کنار، یعنی خوباشو بگیرم بعداشو بذارم کنار. اگه هر کدوم از شخص ما
بتونه این کارو بکنه، اون میگن از خودگذشتگی، بتونه یعنی دنبالی نباشه منافع شخصی باشه یا نباشه، منافع ملی مهم باشه براش، هر کد ما این از خودگذشتگی رو با داشته باشیم، مطمئن باشید اون مسئله وجود میاد. ولی متاسفانه نداشتیم. همه پول میخوان ولی حاضر نیستن پول بدن. اگه مسئله دونیشنه برای این حرکات سیاسیه، ایرونی ها مخصوصا اصلا اون کالچر یا فرهنگ دونیشن ندارن متاسفانه، برای مسئله سیاسی یا برای کارهای فرد، برای که اعتماد از بین رفته به خاطر این جمهوری اسلامی. خب هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداره. همینجا سر کنید، وقتی شما میگید مسئله دونیشن و حمایت و داوطلب بودن از بین رفته، یعنی قبل از انقلاب ما تو این کارها خوب بودیم؟ نه، قبل از انقلاب ما توی دوره دیگه زندگی میکردیم. اجازه بدید. خب پس آدرس عوضی ندید. من اینو تو مهمونی ها میگم، بعضی از دوستان که میگن خدا لعنت کنه این آخونداره، میگم خدا سه بار لعنتشون کنه. ولی شما به من یه حرفی رو بزن. 57 سال دو تا پادشاه که آقای حسین مشرشع میگه این پادشاه‌ها خوب بودن، نهاد خوبی بودن، فرقشون با احمد شاه و فلان اینها اوکی، 57 سال دو تا پادشاه به مردم حکومت کردن، مردم رو از دروازه‌های بزرگ یکی پس از دیگری گذروندن، بعد چجوری امکان داره یه شبه این 35 میلیون خر بشن، خنگ بشن، احمق بشن، کار داوطلبانه نکنن، کار دونیشن یا به اصطلاح کمک به دیگران از لحاظ مالی نکنن؟ آخه امکان نداره. بیاین در زمان قبل گفتم در زمان قبل واقعا هنوز بازم فرهنگ دونیشن وجود نداشت. در زمان پادشاه ما اون فرهنگ نداشتیم، ولی احتیاج هم به دونیشن نداشتیم. بلکه وضع ایران خوب بود، وضع کار خوب بود، وضع پیشرفت خوب بود، همه چه خوب بود، جمعیت کمتر بودن و احتیاجی نداشت این مشروط خانه، حتی احتیاج به سازماندهی نداشتن، حتی بلد نبودن چجوری حزب تشکیل بدن، و یا اگر بلد بودن هیچ وقت نمیگفتن حزب فقط حزب رستاخیز. اگه درک سیاسی داشتن، متاسفانه یه دم بودن در دولت که درک سیاسی نداشتن و اشتباهات سیاسی میکردن، نه اینکه آدم های بدی نسلی بودن، ولی اشتباه های سیاسی میکردن. به نظر میاد شما یاد داشتای منو دارید اینجا میخونید. آقای مشرشع، یکی از دوستان میگه که شما میگید مردم در 40 سال گذشته کمک نمیکنن، حمایت نمیکنن، پس چجوری مجاهدین، شهرام همایون از تلویزیون کانال 1، آقای نوریزاده تلویزیون اینترنشنال و دیگران میگن ما با پول و کمک مردم فعالیت میکنیم، اونها دروغ میگن یا شما چیزی که میگید اشتباه هست؟ والا این من نمیخوام بگم که این خیلی بامزه است مسئله، در حالی که ما میدونیم مجاهدین از کجا میان، پول کی اونها رو سپورت کرده و چه هتل هایی در اروپا خریدن و الان درآمد اون هتل ها داره اونا رو سپورت میکنه و چه جوری این کار رو انجام داد، با یکی دو دلار از این اون گرفتن در فرودگاه ها، اینها نتونستن به این درجه از تشکیلات برسن، مطمئن باشید. خیلی ممنون. آقای نوروزی مجددا میگه این دلایلی که شما فرمودید کافی نیست، کسی که خودش را وارث یک حکومت میدونه و کسی که واقعا قرار بره ایران باید اینجا هم و اینجا هم برجستش میکنن باید حضور بسیار پررنگ تری داشته باشد، اون این کار روشنگری را همه ما هم انجام میدیم. و آقای سلیمانی میگه که با حرفای آقای حسین مشرشع ستارخان در گور لرزید. نمیدونم چرا این دوستمون اینو میگه. آقای مشرشع میشه من از شما خواهش کنم بعد از برنامه روی فیسبوک یه مقداری به این دوستانی که نظر نوشتن یا سوال کردن پاسخ بدید، و اگر دوست داشتید درباره این IAP صحبت کنید یه مقداری بیشتر. ایرانیان امریکن پیتریوت، من به شما به شوخی گفتم آقا میذاشتیش IPA که بشه ایندیان چیه؟ در مورد actually ایرانیان امریکن پیتریوت شما به وجود آوردیم برای که بتونیم به ادمنستریشن آمریکا نزدیک باشیم، بتونیم در واقع
human right human right activity رو بیشتر کنیم و به ادمنستریشن آمریکا برسونیم. مثال چرا؟ برای که به هر حال شما در نظر بگیریم متاسفانه کشورهای کوچک مثل ما همیشه درگیر کلونایز بودن، یعنی کلونی بودن، چی میگن، تحت به اصطلاح استعمار و تحت کنترل بعد کشورهای دیگه بود. این واقعیت بله. این واقعیت الان کجا؟ الان آخونده تحت استثمار شوروی چین هست. خب آقای رضا شاه و پسرشون که گفتن ما مستقل شدیم و اینجور و اونجور همون خب. این داستان جناب سر دراز دارد. تنها کسی که در تنها کسانی که همته بگذاریم در تاریخ معاصر من صحبت میکنم بله. خب همه دیگه من نمیخوام از رضا شاه صحبت کنم، همه میدونن طرز فکر رضا شاه بود چی بود و چی گفت و دگرگون کرد با حرکاتش به صلاح ایران نوبین رو ساخت در واقع و در زمان احمد شاه و همان هنوز ما تو کاروانسراها بودیم. خب نفس داد همه کرد بله. یک دوستی برای شما یه چیزی اجازه بده بله. ما نگاه نمی کنیم به ایران کجا بود و کجا رسیده و در زمان محمد رضا شاه با وجود اشتباهاتی هم که در اون زمان باز بود. آقا تو رو خدا ما رو تو اون جاده ننداز، اگه انداختی بعدن این آخونده و بچه هاشون طلبکار میشن که کامپیوتر به همون دادن ماشین هم دارن. نه من دارم چیزی که اعلام میکنم صحبت های شاهزاده بود، گفتش که ما از اصلا قانون اعدام رو ما میذاریم کنار، اصلا وجود نخواهد داشت. به همین خاطر تو زمان شاه میدون اعدام داشتیم، به همین خاطر تو زمان شاه حکم اعدام داشتیم. ضمناً اجازه بده 50 سال قبل اجازه بده، چون داریم میریم ساعت 3 بعد از ظهر باید بریم خلیج فارس و دوستمون از اونجا پیام یا گفتار عقل بشر رو داره. شما امروز برای من یه چیزی فرستادید که وقتی من براتون پرسیدم این چیه، شما گفتید که من اینو فرستادم یه آقایی به نام کوین امیری یک نوشته ای رو که من الان گذاشتم اینجا نوشتن 40 سال احمقانه مرگ بر آمریکا بگویی و از دیوار سفارت میمونوار بالا بروی و پهلوی را خائن بنامی، آن وقت وقتی به ذلت افتادی دست به دامان پیمان مودت سال 1334 شوی. ایشون منظورش به اون دادگاه لاهه و اینکه آخوندها شکایت کردند که این پیمان برجام رو خب اینو قبول دارم، ولی بذارید یه چیزی، همین پیمان مودت 1334 زمان شاه رو مگر خود شما دوستان طرفدار رضا پهلوی نمیگید که این پیمان مودت رو کارتر زیر پا گذاشت، کارتر 150 میلیون دلار پول به خمینی داد، حرفاتون زد و نقیزه. بعد آقای حسینی اجازه بدید من جوابی بفرمایید 10 ثانیه اجازه بدید جواب این حرفتون رو بدم بفرمایید. خب همونطور که گفتم اگه بخوام در مورد کارتر صحبت کنم، در مورد مسائل نفتی صحبت کنم، در مورد اینکه شاه داشت از زیر یوغ غرب بیرون می اومد به اون صورت، خود به اصطلاح یه حالت مستقل در مقابل اینا گرفته بود، خودتون بهتر میدونید با اینترویوهایی که شده با حرفایی که زده میبینید و چرا میدونید میبینید چرا. منتها شاه از تن عاشق ایران بود، شاه عاشق ایران بود، شاه عاشق ملت بود. تنها چیزی که بود آمریکا نمیخواست کمونیست وارد ایران بشه، شاه اونجا جلوی کمونیست رو میگرفت و من خودم موافق هستم با کمونیست. حالا این مبحث دیگه است البته. خب ما باید بریم، ساعت 3 قرار بود با این دوستون باشیم. خیلی خوشحال شدم که بعد از 15 سال اینم از طریق فیسبوک با هم آشنا شدیم. دیگه رو با هم صحبت کنیم، بلکه مبحث که من واقعا می‌خواستم در موردش صحبت کنم تولرنس اند کامپرومایز بود. این تولرنس اند کامپرومایز رو اونطوری که دیگران به اصطلاح تعریفش کردن ما یکم پیشرفته‌تر تعریف می‌کنیم. خیلی هم خوب، امیدوارم که همین سازمان رو به آقای رضا پهلوی هم پیشنهاد کنید، چون اگه ایشون بیاد عضو بشه دیگران رو دعوت کنه مطمئنم که تعداد زیادتری به شما ها میپیوندن. اگه اون برنامه ها رو هم جایی که هستید ضبط کنید لینکش برای من بفرستید، من براتون اینجا پروموت میکنم. من یه اعلام میکنم در حکومت آینده ما کشت کشتار نخواهیم داشت. امیدوارم.
ممنونم از شما. اون آقای کوین امیری هم نوشتهشو بخون و باهاش تماس بگیر، نظرت هم در اون مورد به من بگو. خیلی ممنون که ماما بودید، بهترین ها رو برات آرزو میکنم. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای حسین مشعشع بودیم. من صفحه فیسبوک ایشون رو هم بهتون نشون دادم، فیسبوک ایشون هست به نام فرانک موشه، که من میخوام بعدم بهش بگم آقا فامیلی تو وقتی اینجوری مینویسی با اون فامیلی کلیمیا یه مقداری اشتباه میشه، البته اونا آخرش ای داره. حالا چرا به جای حسین فرانک گذاشتن و چرا به نام مشعشع؟ خب مشکل مشعشع رو مینویسی مشاشا، بعد هر کسی یه جوری پرنانس به اصطلاح تلفظ میکنه، خود اینا مشکلات بزرگه. خیلی خوشحالم که باز با ایشون بودیم و بهتون گفتم ایشون کسیه که من احساس راحتی میکردم وقتی باهاش صحبت میشد و ساعتها، باور نمیکنید، شب بعد از برنامه ها میرفتیم تازه یه جای دیگه مینشستیم دوتایی صحبت میکردیم اینا. از این بابت خیلی خوشحالم، امیدوارم در برنامه های آینده هم باز با ما باشد. خب دوستان عزیز، شما رو میبرم به خلیج فارس و گفتار عقل بشر شماره 73 رو امروز هم میشنوید هم شاهد خواهید بود. چند تا عکس فرستادن، ولی اجازه بدین من این نوشته رو براتون بخونم که شما ببینید ما مشکلمون یکی دوتا دهتا نیست و هر کسی. والا من گاهی وقتی دلم برای این رضا پهلوی میسوزه، ولی بازم میگم خب بیاد بگه به مردم که آقا خانم نکنید این کارو. به همین دوست اون آقای مشعشع بگه آقای مشعشع شما یه سازمان باز میکنید، اون یکی یه سازمان باز کنه، اون یکی یه سازمان باز کنه. خب این که نشد، اگر هم چیزی هست بیان به ما بگید. الان این دوستانی که پارس پلیس رو به اصطلاح چیز میکنن رفتن یه جایی که با اون ایرانیان کالچرال با هم میدونید با هم کار میکنن، دو تا محصول از یه جا استفاده میکنن، یه اجاره میدن ولی دو سه تا کار انجام میدن. ولی ببینید این آقای کوین امیری چی نوشته، اصلا خنده داره. و دوستمون نوشته، ایشان گفتن مشروط خواهان همبستگی و سازماندهی نداشتن. خب درست میگه، رئیس مشروط خواهان کی بود؟ آقا پادشاه مشروطه سلطنتی آقای محمد رضا شاه بوده. اشکالات زیاد بوده. من میخواستم از اینا اتفاقا سوال کنم که اشکالات چیه. ضمن اینکه آقای یزدی اگه چیز نباشه میگه آقا اون آقای دکتر صالحی پور که گفتید اخراجش کردن. خب بابا دیوونه بود این بنده خدا. حالا درسته که خودش دکترای روانشناسی داشت ولی حقیقتا دیوونه بود. آقای یوسفی میگه آقای رضا پهلوی در 40 سال حتی از آسمان ایران رد نشده، یا لااقل به ترکیه و دبی برای دیدنشون بره یا یک میتینگ بگذاره، مثل فراخان بده در امارات و سخنرانی کنه. اسمش رو چرا عوض کرده؟ نه اون اسم عوض کردن دوست عزیز، من آلمان که بودم از بس هر کدومشون یه اسمی میگفتن، یکی بهم میگفت تونی، یکی بهم میگفت آسکر، بهم میگفت اوسکا. اونا رو خیلی شما سخت نگیرید. این دوستون میگه جناب امیری کلیمی ایرانی شدیدن، آهان جناب امیری کلیمی ایرانی شدیدن طرفدار اسرائیل است و مغرض. آقا طرفدار باشه انقدی که جونش رو برای اسرائیل بده تا جونش در بره، ما که بخیل نیستیم. ولی مزخرفی که مینویسن حکایت از کم سوادیشون میکنه، حکایت از نادانی میکنه، میگه که 40 سال احمقانه مرگ گفتیم و فلان گفتیم و اینا، حالا میریم دادگاه لاهه به نفع ایران. میگه در سال 1334 شاهنشاه آریامهر قراردادی با آمریکا منعقد نمود به نام قرارداد مودت. اولا این اولاغی که اینو مینویسه نمیفهمه که باید بگه دولت ایران، حکومت شاه، نه شاهنشاه آریامهر. شاهنشاه آریامهر اگه سلطنت کرده بود که نباید قرارداد نفت و قرارداد دولت و قرارداد چامسترا و قرارداد خالی کردن آبشی و قرارداد این میدون هندونه فروشی اینا رو شاه نباید امضا کنه، که احمق بود، نادان بود، مایکرومنیج میکرد. مایکرومنیج میدونی که رئیسایی دیدید که از اول صبح تا آخر شب اونجا هستن و فکر میکنن اگه اینا نباشن شرکت نمیچرخه. بعضی هاشون به خاطر همین مدیریت بد، حقیقت همینه که اگه اینا اونجا نباشن شرکت نمیچرخه. ولی شما تا حالا چند بار رفتید تو مکدونالد صاحب مکدونالد اونجا باشه؟ چند بار رفتید تو هتل مثلا هالیدی این صاحب هتل هالیدی این اونجا باشه؟ چند بار تا حالا کامپیوترتونی که روشن کردید آقای بیل گیت از توش اومده بیرون؟
اون یه جای دیگه است، یه برنامه گذاشته، یه سیستم گذاشته، سیستم کار میکنه. بعد این میگه که محمد رضا شاه از اعماق تاریخ معاصر به فریادمون رسید. احمق، این بیچاره به فریاد خودش نتونست برسه، دیوانه. عجب واقعا عقب افتاده های هستن اینا. خب اینا رو حالا جالبه، اینو آقای حسین مشعشع برای من فرستاده. میگم آقا تو اینو دیدی برای من فرستادی؟ اینا رو پاک کنید، یعنی آبروی خودتون. الان دوستان میدونید از من تشکر میکنن، میگن آقا خیلی ممنون اینا رو میاری، ما فکر میکردیم شما با اینا دشمنی داری، ولی میبینیم اینا خودشون دشمن خودشون، از ضد و نقیض گفتنشون پایه و اساس همه چی رو از بین میبرد. از یه طرف دوستمون میگه ما بهترین کشور رو داشتیم، احتیاج به اصطلاح حمایت، احتیاج به کارهای داوطلبانه نداشتیم، گل و بلبل بود. از یه طرف میگه که ما نه حزب داشتیم، نه دفتر سیاسی داشتیم، نه مشروطه بلد بود کاری انجام بده. نمیخونه عزیز من، ضد و نقیض صحبت میکنن. چرا؟ احساساتیه. دوستان عزیز بریم حرفای این دوستمون برنامه 73 رو بشنویم. ضمناً امروز آقای حسن ارشاد از ایران برنامه 200مین خود رو فرستادن که دیدارشون با اون خانواده هست که در مشهد بودن، و اینو جمعه براتون میذارم، مدتش هم 2 ساعت هست، حتما تماشا کنه. میگه که آقای سعید یا سید مجید زهرایی، او زهرایی خودمون، به 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 به، میگه ایشون چه کاری میخوان انجام دهن؟ رفتار سلطنت طلبان تفاوتی با جمهوری اسلامی ندارد، رفتار آنان نتیجه همان پادشاهی با شدتی بیشتر است. خیلی ممنون آقای زهرایی، خیلی خوش آمدید. دوستان عزیز، آقای زهرایی خودشون هم سالها با تلویزیون و رادیوهای اینجا همکاری کردن و خوشحال میشیم که ایشون رو هم داشته باشیم در برنامه های آینده. و اما عقل بشر برنامه شماره 73 بشنویم، عکسایی هم هست من بهتون نشون میدم. سلام بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، جهت یادآوری به عرضتان برسانم که گفتار ما درباره رفتن به حج می باشد. در گفتارهای پیش جغرافیا و وضع مقصد را شرح داده و شما را آشنا ساختیم به جایی که به آن می رویم. هدف دانستن همه جوانب حج است. در این گفتار مراسم حج را آغاز می کنیم. اجازه دهید به اطلاعتان برسانم که این مراسم در هر یک از مذهبهای اسلام با تفاوتهایی به اجرا در می آیند. برای اینکه اختلاف و یا ایرادی گرفته نشود، مراسم شرح داده شده در این گفتارها یک نمونه عمومی است و به تفصیل‌های اختلافی انجام مراسم اشاره‌ای نمی‌شود. سوگرایان مکه در هر گروهی که باشند، مسئولین به اجرای مراسمی که خود صحیح می‌دانند راهنماییشان می‌کنند. در قرآن مراسم حج توضیح داده نشده. پیامبر اسلام فرموده‌اند اجرای این مراسم را از من تقلید کنید. اختلاف ها در اجرای این مراسم بنابر نقل قول هاست که هیچ کدامشان دقیق نیستند. مؤمنین به هر مذهبی بنابر آنچه بهشان رسیده عقیده مندند. واجب های دینی که انجام می دهند صحیح ترین است. ما وارد این گود و اختلاف ها نمی خواهیم بشه. با نمایش عکس ها شرحی تقدیمتان می شود. عکس شماره 1 را لطفاً آقای سروی نمایش دهند. در آغاز رفتن به حج باید نیت کرد. این نیت ممکن است بر زبان آورده شود و یا شخص نیتش را با فکر خیش در درون به انجامد. کسانی که قبل از رفتن به مکه در مدینه بودند، در آنجا لباس حج که نامش احرام است بر تن و سوار در اتوبوس به سوی مکه می روند. دیگر مسافران به حج که مستقیماً به مکه می روند، هنگام آغاز سفر با برتن کردن احرام سوار هواپیما می شوند. برخی که فرصت برتن کردن احرام را ندارند، پس از رسیدن به مکه باید از آن خارج شده و در جای دور احرام برتن کرده و سوی مکه باز آیند. خارج شدن از محیط مکه به علت حفظ امنیت و محدود ساختن حرکت حجاج آسان نیست. مردان می باید احرام بر تن کرده باشند. احرام عبارت از دو پارچه سفید است که بر تن لخت پوشیده می شود.
یک قطعه دور کمر بسته شده و پایین بدن مردان را می پوشاند. قطعه دیگر بر شانه چپ آویخته و بالای تنه را می پوشاند. شانه دست راست باید پیدا باشد. در ضرورت بر تن کردن احرام گفتند که این پوشاک یاد آوری به کفن و مردن و به خاطر آوردن روز محشر در آخرت است. برخی از حجاج شکایت کردند که در هواپیما و هنگام خواب رفتن حجاج این احرام کنار رفته و بخش‌های محرم بدن در معرض عموم قرار می‌گیرد. پوشیدن احرام بر خانم‌ها واجب نیست. امروز اغلبشان لباسی کمرنگ و ساده بر تن می‌کنند. هیچ نوع بزک و یا روغن بر صورت نمی‌مالند. بر لباس زنان پارچه‌ای رنگی اضافه می‌شود که مانند لباس یک شکل نشان دهنده گروهشان است. این علامت موجب می شود که هم کاروانان را شناخته و در شلوغی گم نشوند. قبل از برتن کردن احرام انجام غسل می باید مردان و زنان موهای زیر بغل و پایین تنه خود را کاملا تیغ بزنند. این کار با وسایل تراش امروز آسان است. هر چه گشتم نتوانستم بیابم که در آغاز اسلام این موتراشی چگونه صورت می گرفت. در ایران پودری می ساختن که نامش واجبی بود. در کشورهای همسایه ایران این پودر را واجبین می نامیدن که مخلوطی بود از زرنیخ و آهک و آرسنیک. این پودر در آب قاطی شده و خمیر مانند بر بدن مالیده می شد. پس از چند دقیقه با کشیدن موها کنده شدن آسان آن را معاینه می کردن. هنگامی که پی می بردن که مو از پوست جدا شده فوراً بدن را شسته و خمیر واجبی را کاملا پاک می کردن، زیرا باقی ماندن آن بر روی بدن پوست را از بدن جدا می کرد. آیا این پود در 1400 سال قبل هم بود؟ نمی دانم و از این فعل واجب هنگام رفتن به حج و عمره اطلاعی نیافتم. از چگونه پاکسازی بدن از مو در گذشته بی خبرم. نتوانستم بدانم با چه تیغی این مو تراشی صورت می گرفت یا یک شخص به تنهایی می توانست این کار را انجام دهد. خلاصه حجاج باید پس از کندن و یا تراشیدن موهای زیر بغل و پایین تنه به هر صورتی که باشد به طور کامل غسل کرده سپس احرام برتن کنند. عکس دو، هنگامی که حجاج برای اولین بار وارد مسجد الحرام می شوند با بالا بردن دست راست و گفتن الله اکبر مراسم طواف کعبه را می آغازند. طواف از برابر سنگ سیاه یا حجر الاسود شروع می شود و در آن خاتمه می یابد. طواف 7 بار چرخیدن برعکس عقربه های ساعت در اطراف کعبه است. علت را اینطور شرح دادند که قلب انسان سوی کعبه قرار گرفته و به آن نزدیکتر است. در کنار کعبه نیم دائره ای هست که آن را خانه اسماعیل خواندند. خارج از نیم دائره بخشی از مساحت دور زدن دور کعبه است. اگر یک حاجی شانس داشته باشد و بتواند در اطراف کعبه بگردد، هر فرد طی این 7 چرخش 420 متر تقریبا راه پیمایی می کند. چون امکان چرخیدن در نزدیکی کعبه بسیار دشوار است، این طول مسافت با دور شدن از کعبه افزون می گردد و به 6 کیلومتر و نیم هم می رسد. طواف در کنار حجر الاسود و در جایی که آغاز گشت پایان می یابد. عکس 3، مقام ابراهیم در شرق و نیم دایره جای خانه اسماعیل در شمال نسبت به کعبه در این نقاشی نشان داده شده اند. زائرین و حجاج پس از طواف می باید در کنار مقام ابراهیم دو رکعت نماز مخصوص بخوانند. عکس 4، همانطور که در عکس ملاحظه می فرمایید حجاج با حلقه زدن در کنار این قفس به آن دست مالیده و چیزی را که ساخت انسان است متبرک می داند. دینی که ادعای برطرف کردن بت‌پرستی را می کرد و می کند تا حال نتوانسته تنها برآورده نیازها را که در عقیده اسلامی شخصیت خدا مشخص و معین کرده در مغزها وارد و به مؤمنین بقبولاند. نماز در کنار این مقام با شلوغی جمعیت امکان پذیر نیست.
هنگام اجرای این مراسم توسط شخصیت‌های مهم اطرافشان را گروهی از نگهبانان حلقه زده تا دو رکعت نماز مخصوص را در آنجا بخوانند. برای عملی کردن این نماز فتوا صادر شده که در هر کجای مسجد الحرام می شود آن را برگزار نمود. عکس 5. پس از نماز به سوی چاه زمزم در 20 متری شرق کعبه می باید رفت. با پایین رفتن از پله ها از آن نوشیده و می توان وضو گرفت. این یک چشمه طبیعی است. دربارش آمده پس از آن که بنا به دستور خداوند پیامبر ابراهیم همسر دوم هاجر و فرزندش اسماعیل را در مکه تنها رها کرد و سوی کار پیامبری خود رفت، این خانم برای یافتن آب به تقلا افتاد. میگویند ایشان با گود کردن زمین آب این چشمه را روان کرد. بنابر روایت دیگر خداوند معجزه‌وار آن را برایشان فراهم نمود. چطور و چگونه سوال‌هایی است که تا حال نشد. نام هاجر یک کلمه عبری و سریانی است که معنیش همان گل لاله خودمان است. این چشمه در دشت صحرای محاصره شده با سنگهای داغ کوه‌ها موجب زنده ماندن انسان و تأسیس شهر مکه شد. آب این چشمه قبل از زندگانی نوین مهمترین منبع آب ساکنین شهر بود. عکس 6. وضع این چشمه را در قبل از یک سال نشان می دهد. زمزم را کلمه سریانی عبری شناسانده اند که روان و یا آرام معنی می دهد. در فارسی کلمه زمزم به همین معنی است که برای سخن گفتن از آن استفاده می شود. در روایت های بیرون آمدن آب از این چشمه را معجزه خدایی دانسته و برایش صدها صفت نیکو و سودمند ذکر کرده اند. عکس 7. بنابر ادعاهای دینی این چشمه هرگز خشک نمی شود. بی پایه بودن این ادعا در این عکس منتفی می گردد. چاه خشک شده، اکنون برای کندن یک چاه عمیق در آنجا مشغول کار هستند. جا مهم است. آب هرچه باشد مقدس خواهد بود. مقدسی را از میان بر می دارند و دیگری را به جایش ساخته و مغزها فرو می برند. عکس 8. پس از نوشیدن آب زمزم باید سوی صفا و مروه رفت که جای دو کوه کوتاه در بخش شرقی کعبه بود. در این عکس صفا با حرف لاتین اس و مروه با حرف ام نشان داده شده اند. برابر افسانه ها هاجر در میان این دو کوه 7 بار از یک سو به سوی دیگر به دنبال آب می دویده است. عکس 9. این عکس از وضع کوه صفا در 100 سال پیش گرفته شده. بر آن کوه خانه های اعیانان بنا بود که منظره کعبه را از داخل خانه می دیدن. در تاریخ نام بزرگان مکه که بر این کوه خانه داشتند در قبل و بعد از ظهور اسلام ذکر شده است. عکس 10. این عکس کوه مروه را در 100 سال پیش نشان می دهد. مروه که در عربی نامی برای دختران هست معنیش سنگ است. در این کوه نیز خانه ها بنا بود. همه اینها خراب شد و به شکل امروز در آمد که در عکس قبلی طولش را دیدی. عکس 11. این عکس امروز است. در آغاز راه رو میان دو کوه که از صفا آغاز می شود بخشی از سنگ های طبیعی این کوه برای تماشای حجاج باقی گذاشته شده. حجاج از اینجا شروع به راه روی در زمین یک کف می کنند. در وسط آن که با چراغ‌های سبز رنگ مشخص شده میباید دوندگی شود تا ناراحتی و شتاب زدگی هاجر در حجاج احساس گردد. عکس 12. مسافت میان دو کوه در حدود 400 متر است. با 7 بار رفتن این حجاج نزدیک به 3 کیلومتر راه پیمایی می کنند. خط رفتن و بازگشت جدا هستند. در میان دو خط راه روی برای معلولین و سواران برچرخ تهیه شده است. همه زمین و دیوارها با سنگهای رنگی پوشیده شده. فضای راه رو با کولر خنک می باشد. برخی از حجاج کفن خود را برای تبرک همراه دارند و هنگام راه رفتن و دویدن آن را بر سنگهای دیوار می مالند. اگر دستشان به کعبه رسید آن مالش را آنجا هم انجام می دهند. حجاج پس از راه پیمایی چند کیلومتری هنگام انجام مراسم عمره می باید موهای سر را کوتاه کنند.
مردان ممکن است تیغ بزنند. در مراسم حج موها را فقط کوتاه کرده و تیغ زدن را به پایان مراسم حج و روز عید به تأخیر می اندازند. در آخر تونل و نزدیک جای کوه مروه مغازه های سرتراشی بسیاری منتظر هستند. این مراسم که زیارت از مسجد الحرام و کعبه خانه خداست، عمره به معنای زنده بودن و عمر طولانی کردن نامیده شده است. عمر طولانی همراه با خوشبختی و تندرستی را برایتان آرزو می کنم. در گفتار آینده بقیه مراسم حج را برایتان شرح خواهم داد. تندرست و موفق باشید. خب ممنون از این دوستمون. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید یا به صورت صوتی یا به صورت ویدیو، و لازم هم نیست سریع وقت معین، هر وقتی که خودتون وقت داشتید، شب، نصف شب، صبح، عصر برنامه رو تهیه میکنید. دیدید اون روز هم آقای مرتضوی این کار رو انجام داده بود و ما هم از اینجا پخش میکنیم. بله، میتونید شما همین امکاناتی که ما داریم شما هم انجام بدی، روی یوتیوب بذاری، روی فیسبوک بذاری، ولی این که حالا 9000 تا روی فیسبوکت باشن، نمیدونم چند هزار تا روی یوتیوب باشن، اینا اون دیگه وقتی خودت رفتی مواد سفید که شد متوجه میشی. طبق معمول آقا فرخ گله کرده که آقا شما نیذاشتی آقای مشعشع صحبت کنه، ولی خودت 5 دقیقه صحبت کردی. من نمیدونم فرخ جان، کم کم دارم ازت ناامید میشم. یه چیز ساده ای رو من چند بار توضیح بدم و شما هر روز تقریبا در آخر برنامه میگی من قبول دارم، میگی من کانسپت یا طرز کار و روش برنامه رو تو آمریکا میفهمم، قبول دارم. باز دو روز که میگذره روز از نو، روزی از نو. عزیز من، من فیسبوک آقای حسین مشعشع رو که به نام فرانک مش هست بهتون نشون دادم، باهاشون تماس بگیرید، از اون سازمانشون اطلاع پیدا کنید. اصلا خودت برو بشین با تلفنت باهاش مصاحبه کن، اون نوار رو برای من بفرست، اون وقت من پخش میکنم. نه یه نواری که 2 ساعت نشستی آهنگ پخش کردی، صدای آهنگ بد، صدای خودت ضعیف، صدای قوری استکان میاد، صدای گریه بچه میاد. عزیز من، خودت دیگه با زبون خودت مسیجی تو دارم ها که سوربی شما درست میگی، این برنامه مال شماست. در رابطه با برنامه و تهیه برنامه یه بار دیگه خدمتتون بگم که بعد از برنامه خود من یک برنامه رو که آقای سهراب چمنارا مصاحبه ای را انجام داده با خانم شادی سابوجی، فکر کنم باشه، با اون لهجه شیرین اصفهانی، حتما ببینید. روی فیسبوک مردم تیوی هست، روی بالاترین گذاشتم، روی توییتر مردم تیوی هست. شما هم میتونید با هزینه خیلی کمی، مثلا همین برنامه های آقای سهراب چمنارا، خب مبلغ زیادی ازش این بیوانی معتاد میگرفت و میشنست برای شاهنامه میخوند. بعد آقای چمنارا میگه آقای سوربی، از روزی که شما از من انتقاد کردی، کتابای من نمیدونم نسخه هایی هم مجانیش هم فروشش بیشتر بوده تا اون که میمد میشنست برای من شاهنامه میخوند. میگم برای که تو آمریکا میگن there is no bad publicity. من که الان با آقای حسین مشعشع صحبت کردم، ایشون که دیوانه نیست بیاد اینجا، میدونه که من مخالفشم، ولی میاد جای مخالف، چون الان دوستان خیلی هاشون میرن بعدن ببینن این حسین مشعشع دیگه چی میگه، کجا جلسه داره، تو جلساتش شرکت کنن و الی آخر. در صورت فرخ عزیز، شما که دیگه تو آلمان نیستی که تلویزیونای آلمان یه جوری سیستمش مثل ایران بود هنوز، یا اون موقعی که من و شما بودیم مثل برنامه‌های تلویزیون دولتی بود. آمریکا اینجا تلویزیونش پول حکم میکنه، یعنی اگه شما هم برنامه بفرستی یا یک کسی حمایت کنه، من قشنگ میگم که دوستان عزیز نوبت برنامه آقای فرخه، من خداحافظی میکنم از دیگه. اینو که باید تا حالا بعد این همه سال عزیز برادر متوجه شده باش. اگه متوجه نشدی دیگه من نمیدونم چه کار کنم. ولی در عین گفتگوها یه دوستی که من ازش خواهش میکنم اسمشو بنویسه، خانم آقا من والا 20 تا حداقل 916 دارم از کالیفرنیا، از ایالت واشنگتن، سیاتل، نمیدونم، بنویسید. من نمیدونم یک کلمه اسمتونو بنویسید چقدر زحمت میکشه،
چقدر شما در شبان روز کار مفید انجام میدی که اگه یک لحظه که دروغه 10 ثانیه صرف کنی اسمتو زیر نوشتت بنویسی، از اون کارهای مفید و مؤثر عقب میفتی. خب آقای سهراب چمنه رو گفتیم، و اما افتضاح عربستان و ترامپ از یه طرف، ولی مگه آقای نوریزاده دست برمیداره؟ بابا خود پادشاه عربستان میگه آقا ما بودیم، اشتباه کردیم، غلط کردیم، ما این دکترا رو که با اسم دکتری ولی از قصابا بدتر آمدن دو نمیدونم با میدونید قدیما یه ارائه بوده فکر کنم هنوز هم باشه ولی برقیه، که این کسی که با پاش قطع میشده دستش قطع میشده، تو جنگ های داخلی آمریکا خیلی داشتیم از اینا، بهش میگن بون سا، بون یعنی استخوان، سا هم یعنی اره، و یکی از این احمقا حالا یا تو چمدونش بوده یا تو کیف سامسونتش بوده، یکی از اینا با این اومده، بعدم عکسای دست بریده و پای بریده که مطمئن نیستم حالا مال خاشقچی باشه و اینها، ولی نگاه کنید به این نوریزاده و اینا. اولا این برنامه ها تمام به نفع آخونده شد که فعلا توجه رو از روی آخونده و اینها برداره، ببره به طرف عربستان و ماجرای این که ببینید چه کسانی با ترامپ دوست هستن. ولی اینجا نوشته علیرضا نوریزاده اپوزیسیون بوغلمونزاده، تغییر مواضع 180 درجهی علیرضا نوریزاده در طول سالهای اخیر حتی سبب اعتراض برخی از عناصر اپوزیسیون شده، و این نوشته که این شما و این هم بوغلمونزاده، نوشته که 1394 گفته آها این دست من از پشت بسته، این عکس آقای مسعود بهنود هست اینجا نوشته این سمت چپ، بعد نوشته درود ملک سلمان عزیزم 1394، لعنت به مجاهدین خلق منافقین 1393، درود بر مجاهدین خلق منافقین 1359، درود بر شاه و شازده و ملکه 1393، مرگ بر شاه فاسد 1157، درود بر خمینی بوتچکن 1158، مرگ بر رژیم آخوندی 1188. و میگه عزیز من نوریزاده از عربستان داره نون میخوره، شما چه توقعی داری؟ اینو من میدونم دوست عزیز، جواب اون دوستمون که گفت خب اگر شما میگید مردم حمایت نمی کنن، یا خودت نوشتی، پس چجور این مجاهدین و تلویزیونای آمریکایی میگن، تلویزیونای ایرانی در آمریکا میگن ما به وسیله مردم به اصطلاح داریم حمایت میشیم. و یه عکس دیگه هم هست، اجازه بدید من اینم بهتون نشون بدم. بله این هم عکسی بود که در چند روز گذشته روی اینترنت میچرخید، و اگر با دقت نگاه کنید روی یک میز خونین و به اصطلاح چیز این آقای خاشقچی، که حالا امروز من نوشته ای رو براتون میخونم، فهمیدم که این فامیل همون خاشقچی و فامیل همون داماد خانم پری زنگنه و اون فامیل اون دوست پسر خانم دایانا که کشته شد، و یعنی همه اینها هم، و این خودش از داخل خانواده‌های بزرگ عربستان و اینها میاد. در صورت ببینید که تلویزیون و دوربین روی این مردکه عقب افتاده، کی اسمش بهش میگن MSB یا MBS، محمد بن سلمان MBS روی اون هست، و این قسمت رو نشون میده که قلم و چیز، ولی اصل ماجرا اگه پشت دوربین نگاه کنید اون بیچاره قلم در دست، این با ساتور افتاده به جونش و داره تک تکش میکنه. این هم ماجرای امروز آمریکا است و عربستان، ترکیه، و آمریکا هنوز وایساده میگه که این عربستان باید بیگناه بگیمش بیگناه تا گناهکاریش ثابت بشه. دلیلش هم پولاییه که خانواده ترامپ، خودش، دامادش، دخترش، اینها به اصطلاح از این ماجرای عربستان نصیبشون شده. تو صحبتای آقای حسین مشعشع گفت ما نمیتونیم در قرن 21 بیایم بریم بگیم میخوایم با چوب و مثلا سنگ بجنگیم، ولی نگاه کنید امروز برای من یه دوستی اینو فرستاده بود، نوشت آقای سربی شما میگید رهبر نیست، بفرمایید. یه نفر به نام گیلان ماسالی
ایشان هم شده کی بود اون مبارزه جنگل و اینها اینم رهبر از اونجا یه چوبی هم گرفته دستش و بالاخره همه چیزی رو که لیاقت رهبری داره داره. کلا اول سرش گذاشته که کسی کلا سرش نذاره، ریش گذاشته که باد و طوفان اذیتش نکنه، چوب و چماق هم دستشه که بعدن که قدرت رو گرفت به جون مردم بتونه بیفته اونجوری که میخواد. این هم از این. و بذارید من اینو بهتون نشون بدم که شماره تلفن اینجا هم هست اگه بخواید تماس بگیرید. یک بار دیگه از اون آذر خانم ممنونم که از ایران تماس گرفتن و پیام گذاشتن. بله شما هم میتونید با تلویزیون مردم تماس بگیرید، پیام بذارید. پیامتون اگه در رابطه با برنامه‌های من باشه، اگه من بدونم میتونم ازش استفاده کنم، نه استفاده مالی، به اصطلاح نشون میدم یا پخش میکنم. دوستان حمایت مالی فراموش نشه. امروز 17 ماه و اگر آخرای ماه ایرانی حساب میکنید 25 مهر ماه هست، حتما حمایت کنید. ممنونم از دوستی که $100.01 ارسال کردن. بهتون گفتم این آقای بهمن احمدیان به من یاد داد، گفت وقتی برای یک کسی پول میفرستی همیشه ماهیانه، سعی کن اینجوری باشه اگه قرارتون حتی $100 بفرست، $100.01، $100.03، $100.04. و بهتر اینه که ماه فروردین میخوای بفرستی $100.01، ماه اردیبهشت $100.02، خرداد $100.03. اینجوری کنترل پیدا کردن چیش میگن، اینجا میگن وقتی که تو حسابتون اشکالی پیش میاد discrepancy، یعنی اگر تو حسابتون اختلاف حساب پیش اومد، شما بهش میگی آقا شما $100.01 گرفتی، میگی بله، میگی خب اون مال اکتبر بود. درستان ممنون از دوستان عزیز من. بله اینو خوندم، مرسی. حالا بریم یه دوتا ویدیوی خوب داریم بهتون نشون بدم. تشکر میکنم از آقای سفر دادور که ایشون بله میگه که این آقای مشعشع قیافه غلط اندازی داره. منظورتون چیه؟ یعنی مثلا مثل وکیلا میمونه، اینا خودشون دفتر وکالت داشتن اینجا با اون همسر قبلیش و اینجا نوشتن که دیس حسین مشعشع هی ساوندز سو استوپید. سو استوپید یعنی خیلی احمقانه. میگه که بله پتیگه عکسی فرستاده از استخر و اینا که داره کار میکنه. گفتم تو این منطقه که ما هستیم چون فقط 3 یا حد اکثر 4 میتونن از استخر استفاده کنن، معمولا خونه هایی که استخر داره یه نوع لایبیلیتی دارن و اسد نیستن. یعنی شما خونه های استخدار رو میتونی ارزون تر از خونه بی استخ بخری، چون میتونی به طرف بگی من استخ رو باید پرش کنم. البته بعضی هم خب میگردن دیگه، اینا بر اساس اون چیزیه که شما چی دوست داری یا چی میخوای. بذارید من اینو از اینجا پیدا کنم. I think that listening to Michael Savage it's more interesting. بله خب این همینه دیگه، به جای گفتن چاکریم نوکریم باید یقه کراواتشو میگرفتی میگفتی با این قیافه مردم گول میزنی، تو چطوری هنوز نتوانستی رضا پهلوی را بهتر بشناسی. رضا دیگه هناش پیش مردم ایران رنگی نداره، ولی همیشه اون به فکر ولی همیشه اول به فکر خودت هستی، چطوری برای برنامه بعدی خودت یکی را جلوی دوربین من اصلا متوجه نمیشم شما با من صحبت داری، بیا تو برنامه نظرتو بگو بذار دیگران گوش کنن، چون من وقتی اینجوری می‌نویسی نمیفهمم داری راجع به من صحبت میکنی یا راجع به دیگران. اینجام نوشتن سوربی you are the weakest link. برای دوستانی که متوجه نمیشن weakest link یعنی ضعیفترین زنجیر یا زنجیره. یه بازی هم بود اینجا و میدونید میگن قدرت هر زنجیری به اندازه ضعیفترینش هست. مثلا شما اگه زنجیر ساخته باشید یکیش جوش درست نداده باشن، وقتی باهاش ماشین میکشی اون پاره میشه. حالا من اصلا نمیفهمم شما اینجا عزیز من، اگر خانم هستی خانم گرامی، اگه آقا هستی آقای عزیز و مهربان،
اصلا موضوع نشون دادن قدرت نیست. شما اگه برنامه من مورد پسندت نیست، مازوخولیست میگن چی؟ خدازاری چرا میکنی؟ چرا نشستی نگاه میکنی؟ برو آقا دنبال کارت، یه برنامه دیگه پیدا کن، یه چیزی یاد بگی، یک کردیتی از یه دانشگاهی بگی. میگه امروز در مقابل این مردک شده بودی مثل مش. خب فامیلیس مش بود، منم شده بودم مثل مش که مساوی باشیم. نه شما نمیدونی اینا رو من اگر بهشون حمله کنم خب در میرن دیگه. باید من باشون مهربون صحبت کنم که بیان. بعد شما باورت نمیشه، خیلی از اینا میگن آقا شما ما رو مهربون تریت کردی، با مهربونی رفتار کردی، ولی این مهمونات زدن تو سرپکال ما. ببین اینجوری نیست، به اون سادگی که شما و فرخ فکر میکنی نیست. شما دوستان نعیوی هستین، ساده لو هستین، همینقدر ساده لوید که اینقدر از برنامه های سوربی بدت میاد، ولی من 20 ساله اینجا رو شما نگه داشتم. دیگه از ساده لوید چی بگم؟ وقتی هم میگم قهر میکنی بعد مینیسی آقا من قهر نکردم، تازه دلیل بدتر بر قوی بودن منطق من. که شما وقتی هم از من دلخوری، وقتی هم من فکر میکنم شما از من قهری، باز قهر نیستی. ماجرای اون بچه ایه که قهر کرد از سفره رب بالای پشت بوم، مادرش گفت این ذلیل مرده نیستش، براش یکم خوراک بکشیم. از اون بالا گفت که من که خوراک نمیخوام، ولی این برای هر کیه کمه. شما داری این کار رو انجام میدی. خب بریم سراغ، خیلی هم چقدر تق 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 هی تکس فرستادی. Everything he says we have already heard it. He میگه هر چیزی که گفت چیزایی بود که ما شنیده بودیم. آخه شما چه چیز تازه ای از اینا انتظار داری؟ یک سیستم پوسیده چند هزار ساله، یک سری آدمای پوسیده فکری 50-60 ساله، چه چیز تازه‌ای میخوای اینا بهت بگن؟ که بگن ما یه برنامه‌ای داریم؟ برنامه ندارن. این چیزی که منم دنبالشم. میگم آقا خانم برنامه‌تون چیه؟ آقا شما درست میگی. آقای مینوی، آقای مشمشه، مشعشه، شما درست میگی. ما میخوایم بیام دنبال شما. ولی خب بی معرفت، منی که دنبال تو میام، تو خودت نمیدونی دنبال کی داری میری. خودت رفتی یه حزب دیگه باز کردی، شباتون نمیدونم برنامه مجازی میشینی با دیگران صحبت میکنی، به جایی که بشینی حرفای اونو گوش کنی. چرا نمیشینی حرفای اونو گوش کنی؟ حرفی برای گفتن نداره، خالیه. اوکی بریم سراغ برنامه امروز. ساعتم 2:40 است و من باید یواش یواش برم. ترکیه تصویر گذرنامه 7 تبعه سعودی مظنون در پرونده قاشقچی را منتشر کرد. روایت تلویزیون انگلیسی از اشغال سفارت آمریکا، اینو رو فیسبوک هم گذاشتم. و یک چیزی از شما میدونید، من همیشه خیلی هم سریع اینو میگم، سریع رو راست و هیچ ابایی هم ندارم، که یکی از بدبختی‌های ما ملت اینه که از پول خارجی‌ها خیلی زیاد خوردیم. به همین خاطر یه گروهان مستشاری مثلا میاد ایران، تیمسار بهش احترام میذاره. به همین خاطر یک آدم کارمندی میاد تو مثلا شرکت الکترونیک شیراز، همه کارمندای الکترونیک اینا هی دعوت میکنن خونهشون، اینم هی مثل خر میخوره و میخوابه و مجانی، یه بارم هیچ کس رو دعوت نمیکنه. حالا شما نگاه کنید، حتما شما هم دیدید که این ور اون ور یه نفر میاد مثلا یه آهنگ ستار رو میخونه، گل سنگم گل سنگم، اون املسان یه دفعه میشه خدای ایرانی ها. یه خانمی شوهرش مثلا ایرانیه میاد گیتار میگیره دستش، یه الان در ایران، در ایرانی که میشه کعبه به اصطلاح ما ایرانی ها. حالا شما نگاه کنید تلویزیون وایس آف امریکا وقتی که آقای بیژن فرهودی هنوز داخلش بود و اینها، یک مصاحبه انجام داده. شما نگاه کنید ببینید من و شما چقدر بدبختیم. بعد ببخشید من نمیخوام از خمینی هواداری کنم، بی خود نبود وقتی خمینی اومد بود به شاه گفته بود بیچاره مگه ما چی کم داریم که به اینها باج بدیم، سر ماجرای کپیتالیسیون، سر قانون دیگه‌ای که اینها مسئولیت داشتن، مردم اونجوری رفتن دنبالش. شما این احمق رو نگاه کنید، یه آدمی آمده رفته سنتور زدن رو یاد گرفته. حالا خب این همه آدم تو دنیا گیتار زدن رو یاد گرفتن، هر روز میارنشون تو تلویزیون آمریکایی میکننشون تو حلقه
آمریکایی‌ها نه، ولی ما مردم عقب افتاده هستیم. آقای بیژن فرهودی رفته اینو آورده، حتما برده چلو کبابم بهش داده. حالا گوش کنید این مردک چی میگه. حکومت اسلامی هست، زنها نمیتونن در ملاء عام برای یک جمعیتی که مردم درش حضور داشته باشه برنامه اجرا کنن بخونن. فکر کنی چه تأثیری میذاره وقتی خانمای ایرانی نمیتونن آزاد باشن در خوندن اینا؟ این طور فکر میکنم خیلی خوبه. میدونی چرا؟ برای که من فکر میکنم کدوم خواننده زن میخوام بشنوم یا ببینم؟ هیچ کدوم. فقط پریسا. اجاز نیست من ویدیو پریسا دارم. خب برای شما بله، ولی من دارم به طور کلی دارم میپرسم. اجاز نیست برای اینکه چیزهای خوب میره. میدونی سخته برای اینکه یک نفر خیلی عالی، قمر ملوک طاهرزاده که مرد بود، پریسا و شاید یکی دوتا دیگه هستن که واقعا دستگاه خالص و خوب اجرا میکنن و احتیاج نیست که و این هزاران خواننده، همه خواننده، همه آهنگسازن، اما نیستن، اجرا میکنن. پس شاید خوبه که میدونی همش کار خداست. حالا ببینیم چرا خدا میخواد. خب دیگه دوتا تلفن داریم روی خط هستن، قبل از اینکه به اون تلفن ها بپردازیم. بله، اینم تلویزیون وایس آف امریکا، صدای امریکا برای من و تو ایرانی. آقای اکبری نوشته که من با وجودی که با سوربی هم عقیده نیستم، ولی تنها برنامه لایویه که نگاه میکنم برنامه اونه. به هیچ وجه حرفاش رو به دل نگی، او کارش درسته و حرفاش روی نظر نیست. آقا دست شما در نکنه. پس مثل بچه ها دیدی بگن آقا ولش کن، این بچه هست نمیفهمه، حرفش رو به دل نگی. نه، بعضی حرف هم که میزنم بگو به مردم که حرف ها درسته و واقعا باید بهش یه مقداری ترتیب اثر بدید، دقت کنید که انجامشون هم بدید. اوکی، یک و دو چهار رو خاموش کنم، پنج ببینم درست شد. بله، این امروز رو میگه براتون، این یکی هم مال دیگه، احتیاجی هم نیست که شما امروز یه تغییری در تصویر بود، نمیدونم متوجه شدید به روی خودتون نیاوردید یا متوجه نشدید. اگه کسی متوجه شد برای من بنویسه، اگه نه آخر برنامه براتون میگم که اون تغییر چی بود. اوورلی ویدیو شماره ببخشید افکت یک، همینه که الان من اینجا یک کمی هم فس میکنم برای این تغییره. بهتون بگم یا خودتون میبینید روی صفحه هم هست. خب بریم سراغ باز لایو ببینم دیگه براتون چی گذاشتم. وایس آف امریکا رو گذاشتم، این پیام دوستمون از ایران خانم آذر رو پخش کردم، ولی اینجام گذاشته بودم که یادم باشه یادم نره. ممنونم دوباره این کار انجام بدید. یه جوکم یکی از دوستان فرستاده و نوشته که قاضی در دادگاه به اصطلاح خانواده از شوهر پرسید چرا بعد از 10 سال ازدواج زنت را کشتی؟ مرد گفت والا تنبلی. قاضی گفت چیه؟ تنبل بود، خوراک نمیپخت، در روابط عشقی سکسی و اینها تنبل بود. گفت نه آقا، تنبل خودم بودم، هی دست به دست کردم امروز فردا تا بالاخره کشتمش. خب ممنونم از این دوستمون. گاهی وقتی جوک لازم، زنگ تفریح راجبه، ولی بذارید راجبه جمال خاشوقی که این فامیل و اسم را هم تا حالا من 109 دیدم. قدیما اونی که اسلحه جا به جا میکرد میگفتنش قاشقچی، حالا این چند روز گذشته خشوق جی نوشته شده بود، ولی امروز این رو آقای دادرس نوشته. بله، دست چپ بالا، اکبری درست میگه. ما خودمون نماینده فروش این برنامه وید بلستر هستیم در ویرجینیا. این برنامه‌ای که امروز اینجاست اینو مجانی میدیم به دیگران که ازش استفاده کنن، اگه دوست داشتن بیان از ما بخرن. و این وید، همون وید بلستر که میکسر ما، کار میکسینگ ما رو انجام میده، و بذارید بهتون اینجا بعد یه تصویری نشون میدم. امروز اشتباهی من اونو باز کردم که مجانی میدیم به مردم، نه اونی که خود من $1000 به اصطلاح پول دادم براش و اینجا 100 تا صفحه هم میتونه باز کنه. به همین خاطر روی برنامه‌ای هم که میره بیرون نوشته که وید بلستر، و بله آقای اکبری هم متوجه شد هم زود نوشت. اسپونچی یعنی چی؟ اسپونچی
آها قاشقچی. آها نه این آقای چیزم درست میگفت، آقای علی ولشی مال MSNBC که قبلا تو تلویزیون الجزیره و CNN و اینها بوده، اون میگفت خشقچی. anyway در هر صورت، در هر حال، به هر حال، باری به هر جهت، جمال خاشقی اینجا نوشته، روزنامه‌نگار سعودی، برادرزاده عدنان خاشقی بود. عدنان خاشقی دایی دودی الفایت، معشوق پرنسس دایانا، همسر سابق پرنس چارلز بود که به همراه پرنس دایانا، پرنسس دایانا در تصادف مشکوک اتومبیل در پاریس کشته شد. عدنان خاشقی ثروتمند سعودی و دلال اسلحه در دوران جنگ ایران و عراق سال 2017 میلادی درگذشت. همسر دوم عدنان خاشقی شاه پری زنگنه، دختر پری زنگنه، پریرخ شاه یلانی، خواننده فولکلور ایرانی می باشد. اپرا هم می خوند خانم زنگنه. شاه پری از عدنان خاشقی سه پسر دارد و سوگلی عدنان بود. شاه پری زن بسیار باهوش، موقعیت شناس و بالیاقتی می باشد. شاه پری در جوانی مدتی دوست دختر علیرضا پهلوی، پسر دوم محمد رضا شاه بود و علیرضا عاشق وی شده بود و قصد ازدواج با شاه پری را داشت. آقای احمدعلی مسعود انصاری خاله‌زاده شهبانو تعریف می‌کند. علیرضا و شاهپری به خانه رضا پهلوی می‌آیند و مهمان او می‌شوند. آن زمان رضا پهلوی مجرد بود. خلاصه نگاه‌ها تقاطع پیدا می‌کند و شاهپری که دختر جاه‌طلبی بوده در غیاب علیرضا به رخت خواب رضا پهلوی می‌رود. اینجوری نبوده، اینا با هم چیز میکنن گویا حالا نوشتید دیگه. بله، پس از اینکه علیرضا از موضوع آگاه میشود با اعتراض به رضا پهلوی میگوید داشتیم داداش، و رضا هم یک جوری قضیه را درز میگیرد. رضا عاشق شاهپری میشود و از علیرضا میخواد که از سر را او کنار رود و تصمیم داشته با شاهپری ازدواج کند. به هر حال شهبانو از ماجرا آگاه میشود و نمیگذارد این ازدواج سر بگیرد. از آن پس علیرضا دچار افسردگی میشود و بقیه ماجرای وی را کم و بیش شنیده این. البته اگر فرصتی دست داد برخی پشت پرده های خودکشی علیرضا را هم فاش خواهم کرد. شاهپری که زن جاه‌طلب و باهوشی بود، عدنان خاشقی میلیاردر عرب را به چنگ آورد. چند سال پیش مقاله تحقیقی زیر عنوان شبکه دلالی شاهپری خاشقی در ایران نوشتم که در اینترنت موجود است. ضمناً اشتباه نشود، جمال خاشقی در سالهای جنگ در افغانستان روزنامه نگار بود و نه جهادی. نمیدونم حالا کی فکر کرده اون جهادی بوده. بله، این حالا چی نوشته؟ بله، میگه که این عدنان قاشقی و این یکی جمال خاشقچی، یعنی فقط به خاطر بیزه باباش. ممنون این آقا اکبری، من این آقا رو دارم قاطی میخونم اینجوری. خب خیلی ممنون دوستانی که با ما بودید. یه ویدیو جالب هست از دسفول، من اگر اینو امروز نشون ندم نمیرم. آقای پتیکم که خیلی تو کار داستان و تاریخ و مدرک و اینها به اصطلاح وقت میذاره، نوشته که کاکو جون سلام، در برنامه قبل اشاره‌ای داشتی به دارا خسروشاهی، مدیر عامل کمپانی اوبر یا CEO کمپانی اوبر. با تحقیقی که از گوگل کردم احتمالاً از خانواده خسروشاهی که صاحب گروه صنعتی مینو بودن میباشد. خانم نیه احتمالاً بهتر میدانم. خسرو شاه یا خسرو شاهی ها میدونی که محلی اطراف تبریز و اینجا فکر کنم هر کی از اونجا میاد فامیلیش خسرو شاهیه. ما 4 تا دوست رو داشتیم که فامیلشون خسرو شاهی. قابل ذکر است که آقای ایروانی صاحب کفش ملی دارای 2 دختر به نام نازی و مریم بودن که اولی با پسر خسرو شاهی و دومی با پسر علاقبند پنبه گرگان ازدواج کرده. نازی در کانادا به خانه سازی مشغول و مریم در انگلیس کارخانه آهن به نام بالی را دارد. پتیک فرستاده براش نوشتم. من نمیدونم چجوری کارخونه دارا همشون با کارخونه دارا ازدواج کنن، آخوندا با آخوندا، این پادشاه و ملکه و کوین و کینگ و اینا با هم. و قرار شده در این موردم برای ما یه چیزی
بنویسه و به اصطلاح بگه چرا اینجوری هستن. میگه این فیلم یکی از انتخابهای جایزه اسکار امسال انتخاب شده. پسری در دادگاه از پدر و مادرش شکایت میکند که شما چرا من را به دنیا آوردید. هنرپیشگان انسانهای معمولی هستند. پسر اهل سوریه و در نروژ پناهندگی یافت. این چچه این است، چچه این فیلم این است، انسان چرا در هیچ جا نتوانست زندگی محترم و خوبی برای عموم تأسیس کند؟ نمیدونم. ولی در رابطه با این، آمریکا هم چند مدت پیش یک، فکر کنم یه پسری خانوادش رو یعنی پدر و مادرش رو طلاق داد و این کلمه‌ای که استفاده می‌کنن همون کلمه‌ایه که آبراهام لینکلن هم استفاده کرده برای آزادی برده‌ها. الان حفظ نیستم، وقتی می‌بینم می‌دونم که این کلمه است که یعنی برده‌ها حقیقتاً قیمشون، کفیلشون، پدر مادرشون، صاحبانشون بودن و میگه به وسیله این کاغذ اینا آزادن، اینا دیگه از قیمشون، از چی میتونن جدا باشن. خانم بدری همدیار هم اینجا هستن، بهشون سلام میکنم. دوستان عزیز، بارها بهتون گفتم بدری همدیار اولین کمدین زن ایرانی است که کارش هم خیلی قشنگه و بارها قرار شده که برنامه هاشو برای ما بفرسته. یه مقداری توی این کار تنبله. خب، تاریخ 22 آبان ماه 1393 برای کامبیز آتابای نگشته که درباره خانواده پره و پهلوی و اینا که چقدر خصیص هستن، بارها آقای پتیک به من گفته که سالها پیش نامه‌ای نوشته برای فره پهلوی که حالا آقای حسین مشعشع میگه من خیلی فره پهلوی رو دوست دارم، چه کارها که ایشون نکرده. گفتم بله، اگه توی شیراز بودی میدیدی که چه کارها که نکرده. به همون خاطر همون کارهایی که کرد، شاه بیچاره رو با سر انداخت توی چی میگن زباله‌دانی تاریخ. بعد آقای پتیک برداشته نامه نوشته، نوشته شه بانوی گرامی، اولیا حضرت فرح، با درود بی پایان بر خاندان گرامیتان پرسشی دارم. حال که به اجبار همه ما ترک میهن نموده و هر کدام در گوشه ای از دنیا ساکن شده ایم، نسل جوان ما به علت نخواندن زبان فارسی از ادبیات و تاریخ دور میشوند و کم کم فراموش مینمایند. لازم به یادآوری است آنهایی که آنهایی هم که فارسی صحبت می کنند به اندازه کافی قادر به خواندن فارسی نیستند. آیا امکان دارد با امکاناتی که در اختیار دارید حداقل بعضی از کتابهای تاریخی، ادبی، ضرب المثل ها و غیره را به انگلیسی ترجمه نمود تا از طریق اینترنت در اختیار همگان قرار گیرد؟ با احترام. بعد میگه که تا همون سال جواب داده شد که بودجه نداریم. بله، اگر آقایون مثل آقای حسین مشعشع و دیگران به رضا پهلوی میگفتن آقا شما حتی از کلاس اول معلم بشی سودت برای جامعه ایرانی بیشتره، میای یه چیزی درس بچه ها میدی. نه خودش که نه، بچه هاش فارسی بلد نیستن بخونن و بنویسن و میبینی حتی بعض وقتا هم که میخواد ازشون سوء استفاده کنه وقتی میاد بابا جان تولدت مبارک، من مامان بزرگ دوست دارم، اینجوری حرف میزنه. بماند. خب این هم از این ماجرا. ببرمتون اول یک ویالون گوش بدید ببینید که در ایران چی میگذره و بعد اون ویدیوی بحبه. یک نواری بود اون وقتا، جواد معروفی و اسدالله ملک. من هر وقت ماشین داداشم رو رانندگی میکردم این نوار اونجا بود و گوش میدادیم و یه جورایی نشه میشدیم حقیقتا. حالا اینو با هم گوش بدیم که در یکی از مال یا شاپینگ سنترهای ایران، به احتمال زیاد یا تهرونه یا کیشه من نمیدونم، ولی از اینها زیادن، گوشه و کنار خیابون خانمها رو میبینیم که گیتار میزنن میخونن و نمیدونم این چیزی که ما میبینیم، ویدیوهایی که به دست ما میرسه با اون چیزی که بعضی از این دوستان میگن، آقای نمیدونم اوسانلو میگه، آقای فخرآور میگه، آقای باطبی میگه، زمین تا آسمون فرق میکنن. ببینید و بشنوید و لذت ببرید.
ببخشید، یکی باید به اون مردی که بگه خفه شو بذار این ویالونشو بزنه، اعصاب میزنن، هی به به چه چه، آقا اولاغ این طرف داره زحمت میکشه بذار کارشو بکنه. این ویدیو 4 دقیقه است، خیلی خوب و قشنگ. بله، دوستمون که آمده بود اینجا آقای مجید زهرایی، یکی از دوستان گفت احتمالاً ایشون کازرونی هستن، از اون لهجه شیرینشون ما میدونستیم که اصفهانی هستن، ولی خب خیلی وقتا فامیلی ها مشترک هست که مثلا یه جایی همون فامیلو داره. بذارید من ببینم که این ویدیویی که مال ایران هست، بله اینو، نه اینو پاک کنم، آها گذاشتمش اینجا، اینجا هم نوشتم چرا اینجا براتون پخش کنم. بفرمایید. به نام ایران دسپول، یه کمی وقت به من بدید، اینم حدود 6 دقیقه است، 7 دقیقه است. من با این به عنوان حسن ختام برنامه با شما خداحافظی میکنم تا بتونم ویدیوی آقای چمنارا رو آماده کنم. بعد از برنامه من ویدیوی آقای چمنارا و خانم شادی فکر کنم سابوجی، متاسفانه زبان فارسی چون مثل عربی ا او رو نمی‌نویسیم، بعضی وقتا وقتی ما میخونیم ممکنه مثلا سابوجی رو بگیم سابجی، سابجی، اشتباه میشه و چه باید کرد نمیدونم، ولی فکر کنم سابوجی احتمالا یه محلی است. ضمناً خانم بدری احمدیان میگه آقای سوری علازه تا به حال بیش از 100 بار برای ساخت مدرسه به زبان فارسی پول جمع کردن و خبری از مدرسه نیست. یک بار بحرین بودم، چندین میلیون دلار اونجا پول جمع کرد. خب این یه دوستی داشتیم شما میشناسینش، اون دفعه که اومدیم اینجا با جورج بوش عکس گرفتیم میشناسیم، این عکاس بسیار خوبیه. هر وقت عکس میگرفت ما میگفتیم آقا عکس ما چی شد؟ میگفت آقا من عکاسم، عکاس عکس میگیره، عکاس عکس که نمیده، عکس میگیره، به همین خاطر میگن عکسمون رو گرفت. این دوست ما آقای رضا پهلوی و خانوادهشون هم شاید یه جورای عکاس بودن، فقط به جای عکس پول میگیرن. همینجا اون ماجرای شورای ملی فلان یادتونه چند پول گرفت، دورمانی احمق هم وایساد بهشون تلویزیون داد، وقت داد، اصلا دورمانی فکر کنم تلویزیون رو داده به اینا ول کرده رفته گفته بابا ولم کن. خب آقای اگر اشتباه نکنم خانم همدیاری که از هنرمندان خوب تئاتر و سینما بودن و لهجه اصفهانی داشتن، خانم همدیاری در چندین تئاتر و شو و اینها بازی کردن و ایشون اهل قم هستن، من فکر میکردم کرمانی هستن، ولی لهجه کشورها، لهجه شهرستان ها و چیزهای دیگر هم میتونن به خوبی اجرا کنن. ایشون همون عمه خانم دیگه، شما روی یوتیوب تایپ کن یا خانم همدیار لطف کن اینجا ویدیو، لینک ویدیوهای یوتیوبتون رو بذارید توی قسمت فیسبوک ما. دوستان عزیز من بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، با هم این ویدیو رو ببینید. وقتی این ویدیو رو دیدید برای اینکه ثابت کنید آقای حسین مشعشع اشتباه میکنه و مردم ایران هم بخشنده هستن، هم کمک میکنن، هم حمایت میکنن، شما هم ای که دستت میرسد کاری کن و حمایت کن. اولش هم حمایت از تلویزیون مردم. یه دوستی گفت آقا ما سازمان غیر انتفاعی داریم. گفتم ببین سازمان غیر انتفاعی شما دیگه از صلیب سرخ غیر انتفاعی تر نیست، درسته؟ گفت بله. گفتم شما برو نگاه کن بودجه اینا، چون رو وبسایته، ببین چند درصد برای تبلیغ، برای مخارج، برای رفت آمد میدن، همونو به من بده، من برای شما کار میکنم. اشکال ما ایرانی ها اینه که غلط یاد گرفتیم. بارها گفتم آقا خانم من این اتوبوس رو خریدم، روز اولم نو مرتب، خودمم راننده مجانی، ولی شما بیا بنزینش رو اقلن بده دیگه، بی انصاف. اتوبوس مجانی، راننده مجانی، شما و خانوادت سوار میشی پول بنزینش رو برد تا ما صبح زمستون اتوبوس گرم بیاریم در خونه سوارت کنیم، روز تابستون اتوبوس سرد خنک بیاریم در خونه سوارت کنیم برسونید به مقصد. روز روزگارتون خوش، جمعه با شما خواهیم بود و برنامه سوربی با مردم. بریم ایران، تنها تلویزیونی که ما از شما را از اینجا میبریم آلمان، میبریم خلیج فارس، میبریم ایران،
و باز هم بر میگردونیم صحیح و سالم اونجایی که بودید و هستید. به امید دیدارتون جمعه. روز روزگار بر شما خوش. یه عکس خیلی انرژی بخش و امید بخش رو با هم دیگه نگاه خواهیم کرد. اول تیترمون رو ببینیم که اینه: زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. این عکس و عکسای مشابهش خیلی در فضای مجازی دیده شدن. پخته رایگان نان روزای یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه برای افراد کم درآمد. زیرش هم خیلی خوشگل نوشته: لطفاً سایرین مبلغ نان را پرداخت کنه. عکس بزرگتر رو علی جان نشون بده. روزای یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه پخته صبح برای افراد کم درآمد رایگان میباشد. لطفاً سایرین مبلغ نان را پرداخت کنند. از بین عکسای مختلفی که در فضای مجازی از این کار خیلی خوب نانواها هست، ما این عکس رو پیگیری کردیم و به کسی رسیدیم که صاحب این نانوایی است و الان روی خط تلفنی ما هستن. من بهشون سلام میکنم. مرد نازنین، آقای سمسامی اگر اشتباه نکنم. سلام علیکم. علیکم سلام. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. شما تو بخیر. زنده باد. صبح شما بخیر. اسمتون اشتباه نگفتم آقای سمسامی؟ آره، موسی سمسامی پور. آها، موسی سمسامی پور. سمسامی پور. آقا موسی عزیزم، شما اهل کجا هستید؟ کجای نه؟ شهرستان دسفول. دسفول. و این آره. نونوایی هم دسفوله؟ آره، خیابان آفرینش، نبش وساد. خب، آفرینش، نبش وساد. آفرین بر شما با این کار قشنگ. چی شد همچین کاری کردین آقای سمسامی پور؟ این علاقه بود از کوچکی داشتم که کاری داشته باشم که بتونم کمک مردم کنم. خب بعد چند سال پیش شروع کردم به خانواده‌های کم درآمد، دم خونه‌شون نون می‌بردم. بعضی از خونه‌هاش نزدیک بود، بهشون کارت می‌دادم. تا یه دو سال گذشته یکی از دوستام توی بچه مردمون گفت بیا این همگانیش کنیم، من کمک می‌کنم. گفتم توانش ندارم. گفت من کمک می‌کنم. یه خیری بود. روزای سه‌شنبه گذاشتیم برای مردم کم درآمد نونشون بدیم. بعد یه دو سالی که نون دادیم گفت بیا اضافهش کنیم. گفتم جور نمیشه، سنگی میشه. گفت مشکلی نیست، کمک میکنم. یه آقای خیر ما کمک کرد. دادیم یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه. بعد بنر زدیم در مغازه. بعد الحمدلله مردم اومدن کمک کردن، با ما همکاری کردن. شنیدم که به بعضی که نون میخرن یه پول بیشتری میدن، میگن که آره آره. بعضی ها میان مثلا نون که میخرن 5 تا اضافه میدن، 10 تا اضافه میدن، 20 تا اضافه میدن. کمک ما میکنن، شما هم کمک مردم میکنیم. میدونید چقدر کار زیبایی کردین؟ این وظیفه مونه. میدونین تو این فضا که میگن ایرانی ها هم دیگر رو فراموش کردن، ایرانی ها به هم کمک نمیکنن، کار شما چقدر میتونه الگو باشه. خیلی دمتون گرم آقای سمسامی. نظر لطف شما هست، خیلی ممنون. قربونت. شما چند سالتون آقای سمسامی پور؟ من متولد 39 هستم. 59. یعنی آره. حدود مثلا 60 سالتونه. آره. خب چند تا فرزند دارین؟ 5 تا. 5 تا. شغل اصلیتون همین نانواییه یا کار؟ آره، شغل پدریمونه. آره، شغل پدریه. نسل آره. در نسل نونوایی ادامه پیدا کرده. آره آره. برکتش هم باید زیاد باشه کار نونوایی. خیلی خیلی تو بخوایی. خدا رزار مرتب شد. سلامت باشی. بعد چجوری این یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه ها خیلی میان نون بگیرن؟ آره میان. آره. و چجوری شناسایی میکنی؟ مثلا یکی شاید واقعا پول داشته باشه ولی بیاد نون رایگان ببره. ها اون دیگه وجدان خودشه. آفرین آفرین، وجدان خودشه. آره. اونطور که شما وجدانت کار کرده و این کاری کرده، نظر لطفتونه، اون کسی هم که میاد نون میگیره باید وجدانش کار کنه. یه بار دیگه نشانی رو بگو با کمال میل. کجاست؟ شهرستان دسرول، خیابان آفرینش شمالی، نبشه به سال شیرازی، جنب گل فروشی دیدار. آخه کامل نشونی گفتی. آره. زنده باشه. ایشالله که خیلی پربرکت باشه کارت. همچنین شما ایشالله، شما ایشالله سر حال قبراق باشی، همینجور اطلاع رسانی کنی برای دیگران، چیزی باشه که مردم از کارا بکنن. قربونتون برم. آبداری. ایشالله که با دعای خیر مردم، با محبت که شما میکنید زندگیتون خیلی پر رونق باشه. میتونیم با همشهریای دسفولیتون هم حرف بزنیم، هر چی دوست دارین بگین آقای سمسانی پور.
به زبان خودم. آره به زبان خودت. با چه زبانی صحبت میکنی؟ زبان ما محلیه. محلی. آره. من عشق میکنم گوش کنم زبان محلی شما رو. بفرمایید. خدمت همشهریان سلام عرض کنم. این نمره‌ای که مال من آقای سمسون خدمتتونم. هر کی دوست داشته بود در توانش نبود. آیا نمره هیچ کمی کاستی هم نداریم. بی‌نهایت هر کی از روز شنبه آینده هم دوباره یه اضافه کنیم برش، یعنی شنبه یا شنبه سه شنبه چهار پنج شنبه یه اضافه کنیم انشاءالله. آقای سمسانیپور جانم الهی من قربونت برم دستگیت هستم عزیز دلی فدات شم ایشالله به چرخ زندگی و این کار قشنگت الگو باشه برای من رشیدپور. خیلی ممنون شما خیلی گلی های رشیدپور خواهش میکنم. من شما اتبرسانی میکنی واقعا کار خیلی بزرگه عزیز دل منی. شما حقتون، شما دسپولیا، اهوازیا، خرمشهریا حقتون به گردن ما خیلی زیاده. خدا حفظتون بکنه. محبت داری شما. خیلی ممنون. ما تو استودیو میخواییم برای شما دست بزنیم. نظر لطف شما هست. خیلی ممنون. خیلی ممنون. حالمونو خوب کردی مرد دسپولی. زنده باشی قربون. شبه تنیشه شاد باشی. شما هم همینطور زنده با دسپول. ممنون. ممنون. خدا نگهدار. ممنون. خدا نگهدار. و آدم چقدر کیف میکنه، چقدر کیف میکنه وقتی ببینی که میگم یه بخشی توی محاورات رو میگیم آقا ما ایرانی ها خیلی بد شدیم، خیلی بد جنس شدیم، خیلی از همدیگه داریم در واقع سوء استفاده میکنیم. اما واقعا جو رسانه اینجور جا هم هست. ما هنوز خیلی مونده که انقدر که میگیم تلخ باشیم. این آقای سمسامیپور نازنین یکی از میلیون ها نمونه ایه که ایران شهروندان شریف و مهربان و با وجدانش رو در قلبش جای داده.